بینندگان عزیز، با سلام به شما. برنامه امروز رو شروع میکنیم با این امید که اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و اوقات بهتری در انتظارتون باشه. امروز چهارشنبه اول ماه نوامبر سال 2017 است و برابر است با دهم آبان ماه 1396. چهارم آبان گذشت، تبریکاتون رو با آقای شاه گفتیم. هفتم آبان هم گذشت، رفتیم پاسارگاد، ایران را آزاد کردیم. نهم آبان هم دیروز بوده، تبریک میگیم به آقای رضا پهلوی. تا حالا ببینیم کدوم رستوران رفته و این دفعه یا بهشون انعام نداده یا قاشق چنگالاشون بلند کرده. در صورت هر جای دنیا هستید خوب و خوش و سرحال باشید. یه دوست همشهری دارم که آقای سوربی اعلام کردی مصاحبه اون آقای دکتر غیرکارزینی رو با آقای ترامپ، ولی یادت رفت. اما اون از دست پیری. این آمریکایی‌ها میگن I hate getting old، یعنی متنفرم از این که دارم پیر میشم، ولی راهی وجود نداره. امروز ساعت 3 بعد از ظهر با آقای سهراب چمنارا هستیم. من دیگه تصمیم گرفتم مهندس و دکتر و اینا رو نگم، چون اگه ما به یک کسی میگیم مهندس، باید به اون یکی دیگه بگیم مکانیک، به اون یکی دیگه بگیم آرایشگر، به اون یکی دیگه بگیم معلم. اینجوری فایده نداره. آغاز آغاز، خانم خانومه، خانومه. بذارید من این تصویر برنامه ها رو از صفحه شخصی خودم به صفحه فیسبوک مردم تیوی هم به اصطلاح منتقل کنم. شما هم اگه لطف کنید به دوستانتون شیر کنید، در میون بذارید، سهیم بشید، ما ممنون میشیم. چی میگیم ما؟ حالا اینکه ما هم شدیم خاندان ذلیل سلطنت. و این قسمت اولش رو مینویسیم 60 دقیقه با سوربی تا ببینیم بعد چی میشه. و اما ببینم اگه بشه امروز اون فیلمی رو که این دوستمون گفت و گله کرد براتون نشون بدم. اسم اون فیلمه هست، بعد من نمیدونم، آقای رشیدیان مثل که در پنجمین کنفرانس گروه سکولار دموکرات ها بوده، اگر درست میگم، چون یه تصویر اونجا هست، خیلی مشخص نیست. ویدیوی 4 ساعت و اینها اگه هست، مایلم با شما مصاحبه‌ای داشته باشم. و اما اعطای پناهندگی بلژیک به رهبر کاتالونیا یا کاتالونیا غیرقانونی است. و اجازه بدین قبل از هر چیزی من اینجا چون با قرمزم نوشتم براتون بخونم که حمله تروریست ازبکی در نیویورک به توریست های آرژانتین، 8 تا کشته و 11 تا مجروح. و خیلی جالبه، آیسیس 2 سال قبل گفت که شما نگران نباشید، اینا هر چی میخوان سفت و سخت کنن، اینجا نمیدونم اسلحه ها رو کنترل کنن، اونجا آدم ها رو چی کنن. خیلی ساده، یه ماشین مال خودتون یا کرایه‌ای بگیرید برید رو مردم. و دیدید که در نیس فرانسه، اتفاقا من خیلی جالب فرانسه بودم، بعد که اومدیم دیدیم این تصادفه شد که 870 نفر ماست که 780 نفر کشته شدن، جایی که همش توریست ها هستن. و اسپانیا همین اتفاق افتاد، انگلستان همین اتفاق افتاد. و این کسایی که حالا یا عصبانی میشن به دلیلی که خانواده هاشون حمله این کشورهای پیشرفته و دموکرات، یه دفعه 70 نفر 80 نفر توی عروسی یه پسر آمریکایی نشسته با جویستیک از لاس وگاس نگاه میکنه، میبینه اینجا دور هم جمع شدن، میگه که حتما اینا تروریست ها هستن، میزنه همه رو میکشه. بعد معلوم میشه بابا عروسی بوده. یا چند نفر دارن میرن، آمبولانس وایستاده مریض برداره بره، میزنن منفجر میکنن اینها. خب اینا این تو قانون فیزیک هم هست دیگه، اکشن ریاکشن، هر عملی یه عکس العملی رو با خودش همراه داره. و ریاکشن اینایی که تندرو هستن،
اینجوریه که میگه اون منو کشته، منم باید اینا رو بکشم. چه باید کرد؟ اتفاقا دوست و همشهریمون یک میتینگ رو یعنی نشون داد برای من که اصلا کنفرانس گذاشتن توی اروپا که با این تروریست ها چه کار کنیم. و جالب اینجاست که این ماجرای تروریست ها یه جوری شده که دیگه چون اینها اون تروریست های کلاسیک و قدیمی نیستن که طرف بلند شه بره یه جایی طرز نمیدونم درست کردن بمب یا عملیات در جنگ و اسلحه و اینها باشه، عوض شده با فیسبوک با یوتیوب با ویدیو بهش نشون میده. بعدم ببخشید دیگه هر احمقی میتونه این کار رو انجام بده. این آقا دیروز رفته یه ماشین رو با 20 دلار از هوم دیپو کرایه کرده، رفته جایی که دوچرخ سوارا تو نیویورک هستن، زده 5-8 نفر رو کشته، 11 نفر هم زخمی شدن. و جالب اینه که درست روز هالووین یا هم روزی که اینها لباسای مختلفی میپوشن که برن ارواح خبیثه نزدیکشون نیاد و اینها، و مردم هم خب میخوان بگن که اینا تو زندگی ما نمیتونن تأثیر بذارن، ما قوی هستیم، ولی بالاخره تأثیر میذارن. با وجود که 1-2 ساعت بعدش هم اونجا آمدن تو خیابون و به رسم خودشون تیک و تریت را انداختن، ولی اثرش معلومه. بعد اون تنشنی که ایجاد میکنه باز توی جامعه معلومه. اینها همه بماند و ما یک سری به قولش معروف شما بگید چه باید کرد، راه حلی براتون میرسه یا نه. من یه بار توی برنامه گفتم آقا طرف هیچ چیزی برای زنده بودن نداره و همه دلیلی داره برای مردن. شما این دوستان مجاهد ما رو نگاه کنید، یه زنی داشتن، بچه‌ای داشتن، اینا رو هم سازمان ازشون گرفته، اینا هیچ دلیلی برای زنده موندن ندارن، نه در غربت دلشون شاده، نه روی در وطن دارن. بزرگترین خدمت اینه که اینا یه جوری شهید بشن، کشته بشن، اقلا یه قاب عکس و اسمی ازشون باشه. و این رجوی و اینها هم دارن این کارو به خوبی انجام میدن و افتخارشون هم دیدین 120 هزار تا کشته. حالا اینایی که مثل دیروز این آقا از ازبکستان سال 2010 میاد اینجا و جالبه که با لاتاری ویزای لاتاری اومده، اون چیزی که من ازش متنفرم. این ویزای لاتاری بزرگترین ضربه رو میزنه به کشورهایی که طرف رفته درسی خونده، کاری داره، زندگی داره، یه دفعه اسمش برنده میشه، زن و بچه رو برمی داره میاد. همین آقا 3 تا بچه داره، اومده اینجا زندگی، رفته رانندگی کامیون، خب لابد مشکلاتی هست فلان اینها، نمیتونه خودش رو با اینجا تطبیق بده و ماشین کرایه میکنه از نیوجرسی میاد میزنه این ماجرا که الان دارن دنبالش میگردن. همسایه‌هاش و اینها میگن آدم خوبی بوده، اون مسجد نزدیک میگه اصلا این تندرو نبوده، اینجا چیز نمیکرده و اینها. حالا باید صبر کرد و دید چه خواهد شد. یک ویدیویی براتون امروز نشون میدم، دکتر منوچهر گنجی وزیر آموزش پرورش و علوم، فساد در حکومت شاه. من 2-3 بار با دکتر گنجی وقتی که توی واشنگتن بود مصاحبه کردم، حتی یه وقتم کتابی چاپ کرده بود، اون کتابش هم Defying the Revolution یه چیزی، یعنی مبارزه با انقلاب یا Defying با ملا، Defying نه Defying جنگ و مبارزه. خلاصه اون را هم براش پروموت کردیم و مصاحبه کردیم اینها. و توی اون ویدیو که با من مصاحبه کرد آقای دکتر منوچهر گنجی، گفت که آقای سوربی اینایی که حالا امروز به شما حمله میکنن اینا خبر ندارن، کتابای درسی زمان شاه رو آخونده می نوشتن، همون قفاری و آیت الله بهشتی. و گفت اسمشون اول کتابم بوده. در هر صورت این حالا این ویدیو رو که من به شما نشون میدم فساد در حکومت شاه رو نشون میده. و جالبه این شخصی که مصاحبه کرده و اینو ساخته، گفتم بهتون سالها پیش یه دوستی که من باهاش کارهای عکاسی و فیلم برداری اینها میکنم به من زنگ زد، گفت آقا یه آقای از ایران اومده، من میشناسمش، این کارش مصاحبه و ویدیو ساختن و اینها هست، میخوام ببینیم میتونه با تلویزیون شما کار کنه. گفتیم قربان اینجا همه میتونن کار کنن، این سوال شما اصلا
جا نداره. گفت که نه آخه این زنش و بچهش هم آورده و حقوق میخواد. گفتم نه متاسفانه این قسمتش من نمیتونم اصلا افورد کنم و توانایی پرداخت حقوق به کسی ندارم، بیاد فیلم بسازه مصاحبه کنه از درآمد خودش، ما یه مدتی میذاریم مجانی برنامه داشته باشه، بعد باید به ما هم اینجا رسمه. اینجا شما وقتی یه مغازه کرایه میکنی 2 ماه 3 ماه میگن خب این حالا میخواد بیاد وایس شلف درست کنه، تابلو بسازه، خرج داره، زندگی داره، 2-3 ماه بهت مجانی میدن، بعد ازت اجاره میگیرن. ما گفتیم خب توی این پاساژ تلویزیون مردم این آقای حسن دهباشی یا حسین دهباشی بیاد و رفت و پیداش نشد. حالا چرا من میگم حسن دهباشی یا حسین دهباشی؟ بعدن کاشف به عمل آمد که این آقا FBI ریخته خونش و فیلماشو گرفته و اینها، و گویا ایشون با اسم و با پاسپورت برادرش اومده بوده اینجا و اخراجش کردن رفت. ولی بعدم باز دیدیم تو ایران هم فیلم ساخت، تاریخ شفاهی ایران و اینها، مصاحبه‌ای که انجام داده خیلی جالبه. من شمایی که این برنامه رو از طریق فیسبوک میبینید لینک ویدیوهای ایشون رو میذارم زیر این برنامه بعد از برنامه، شمایی که از یوتیوب میبینید لینک ویدیوهای ایشون رو میذارم زیر اون باکس یوتیوب. والا بلا ما پولی هم از ایشون نگرفتیم، ولی این دارم میگم که مخصوصا دوستانی که طرفدار پادشاهی هستن برن دقت کنن. و من بارها گفتم این دوستان طرفدار پادشاهی بیان اینجا، ما همه چیزهای خوبی که شما گفتین شنیدیم. اصلا شاه کفش پای ما کرد، باباش کلا بر سرمون گذاشت، نه کلا فریب، کلای افتخار رو بهمون فامیل داد، چقدر ممنونیم ازش. همه این خوبی ها رو ما میدونیم، شما بگید چه اشتباهی کردن. به اینجا که میرسه همشون میگن اشتباه نک، اصلا شاه خدا بود. اینجاست که ما اشکال پیدا میکنیم، ولی ما اشکالی نداریم با ایشون، مخالف هم قیده هم هستیم، میتونیم دوست هم باشیم. و این فیلم رو بهتون نشون میدم. جالبه یک آقایی که اتفاقا تصادفا به قول دکتر پارسا بناب همشهری بنده هم هست، دکتر فیروز نادری، و پارسال هم اینجا من باهاش عکس گرفتم توی یک میتینگی بود از طرف نیاک اومده بود و اینها، وقتی که ماجرای اون ماشین یا خودرو یا هر چی اسیوری رفتنش به مارس یا مریخ بود، همه ایرانی ها افتخار، آقا من آنم که نادری بود دکتر ناسا، و همه فکر میکردن فقط این ناسا هست و این دکتر نادری. من گفتم بابا هزاران نفر اونجا کار میکنن، هندی هن، اسپانی شن، آمریکایی هن، آلمانی هن، اینقدر ندید بدید نباشید. البته اینم تعریف کردم، گفتم که دیدیم و شنیدیم تو مهمونی ها طرف میگه ماشاءالله پسرم 16 سالش شده رفته مکدونالد و شما نمیدونی این چقدر خوب کار میکنه، اصلا اگه نره اون مکدونالد، مکدونالد اونجا نمیچرخه. این نمیدونه مکدونالد یه شیوهی داره، یک سیستمی داره که اگه این نیاد 10 تای دیگه منتظرم که بیان همین همبرگر رو فلیپ کنن، به قول معروف از این رو به اون رو کنن. در هر صورت اینم بهتون نشون میدم. و فحاشی شاه اللهی ها به دکتر فیروز نادری، چرا؟ چون حقیقت رو گفته، گفته آقا کوروش مرده، کوروش یک انسانیه که مرده و در تاریخ، ول کنید بدبختای عقب افتاده، برید ببینید امروز کی هستید، چی هستید، به بچه هاتون افتخار کنید، به خودتون افتخار کنید که حالا یا با دست خالی آمدید اینجا یا مثل دوستان شاه اللهی همه تون کیفای پر چندون دلار 7 دلاری آوردید و بچه هاتون موفق شدن. البته بعضی از اینایی که با پول زیاد اومدن بچه هاشون معتاد و هیچ کاری هم نشدن. بنده اگه امروز یکی بهم بگه آقا تو مرض داشتی، شغل دولتی داشتی، خونت پیاف بود، ماشین نو داشتی، چرا بلند شدی اومدی اینجا؟ میگم آقا اومدم که بچه‌هام آزاد باشن، خودم هم آزاد باشم، رسیدم به امید و آرزوم و خیلی هم خوشحالم و افتخار میکنم. دیگه نه احتیاجی به کوروش دارم، نه احتیاجی به محمد و علی و حسین دارم و امروز با افتخار با سربلندی دارم زندگی. فحاشی شاه اللهی رو براتون اون مقاله رو اگه بتونم برسم یادم نره پیداش کنم بهتونشون. و اما این پنجمین کنگره، بعضی از دوستان دیدم تو فیسبوک به شوخی نوشتن کنگره،
کنگره و کنگره سکولار دموکرات‌های ایران در شهر کلن آلمان. اتفاقا ما یکی از دوستان هم ازمون خواست که 1-12 دقیقه ای رو ویدیوش رو روی فیسبوک بذاریم، گذاشتیم. شما هم اگه بخواید با 10 دلار میتونید هر مقاله‌ای به هر بلندی باشه، هر ویدیویی به هر بلندی باشه، با 10 دلار روی صفحه فیسبوک مردم تیوی قرار بدید. 8970 نفر اونجا هستن. قبلا یه سیستمی بود که ما میتونستیم برای اونها، برای 8970 تا مثلا نامه بفرستیم که همه ببینن. الان فیسبوک این کارو نمیکنه. فیسبوک میگه اگه میخوای برای 3000 نفر بفرستی من 30 دلار میخوام، اگه میخوای برای 10000 نفر بفرستی من 1000 دلار میخوام، یا هم چیزی 100 دلار میخوام ببخشید. ولی همین فیسبوک نادان 100000 دلار از روسیه میگیره. اول میگه ما برای 10 میلیون نفر آگهی ها رو فرستادیم، دیروز معلوم شد که این آگهی رو دادن به او، اون داده به اون، برای اون پخش کرده، برای 126 میلیون آمریکایی این آگهی های دروغ رفته و خیلی از اونها بر اساس این آگهی های دروغ به ترامپ رای دادن. درباره ترامپ با دوتا از دوستانی که اون چیزی رو که من نوشته بودم که حکومت ترامپ فرو میریزد علامت سوال و تعجب، متاسفانه دوستان نه دقت میکنن نه ویدیو رو تماشا میکنن، همون اولش که میبینن اعتراض میکنن. دوتا از دوستان آمدن نوشتن نه آقا اینجوری نیست. میگم شما علامت سوال رو دیدید؟ شما ویدیو رو دیدید؟ یکیشون خیلی لطف داشت، عذرخواهی کرد، گفتم مسئله نیست، به نشون میده شما آدم بزرگی هستی، خیلی ممنون، ولی من نه به عذرخواهی شما میرم هوا، نه به اعتراض شما میرم پایین. 20 سال اینجا وایسادیم، دلیلش هم اینه که حرفی که میزنیم حرف دل خیلی از شما هست. شما هم یادتون باشه که اول ماه نوامبر، اگه به ماه آمریکایی یا انگلیسی هرچی لاتین حمایت میکنید حمایت کنید، اگر نه که ماه ایرانی هم به زودی خواهد آمد. پنجمین کنگره سکولار دموکرات های ایران در شهر کل، درست همون روزایی که روز کوروش بود و ایران قرار بود آزاد بشه. و باز میخونم براتون از خانم به نام مریم کفایی، براش نوشتم خانم شما با مجید کفایی فامیل هستید؟ چون از لحاظ خل و چل بودن به نظر میرسه یا همسر ایشون هستید یا خواهر ایشون هستید. یک جوکی بود درست یادم نیست، یه نفر میگه که یه معلمی میاد سر یه کلاسی یه سوالی میکنه، یه بچه‌ای مثلا میگه شما اینقدر، میگه از کجا فهمیدی؟ میگه داداش ما مثلا این چیزا رو میگه، این نیمچه خوله، شما اینقدر خولی. یه جوک قشنگیه، الان یادم نیست ترکیبش. حالا اینم همینه، مریم کفایی وقتی اسمش میاد فوری آدم یادش میفته به اون مجید کفایی که فکر میکنه شاعره، در دوره شاه در کار دیپلمات‌های شاه بوده و اینها، که وقتی کتاب نوشته یا خاطراتش نوشته نشون میده دیپلمات‌های شاه برای شعبون جعفری یا شعبون بی‌مخ بی سواد لات توی خارج خانم میبردن، یا اینو میبردن به جاهایی که ایشون عیش و عشرت کنه. در صورت اونم براتون میخونم، مثلا این خانم نوشته که میلیون ها نفر رفتن به دشت مرغاب و حکومت ترسید. میگم خب احمقا، اگه میگید میلیون ها نفر رفتن، من شیرازی که میدونم اصلا میلیون ها نفر توی اون جاده و توی اون امکانات و توی هتل های شیراز و فلان اینها نیست. حالا میگیم همشون چادر زدن میخورن و میخوابن، همون پشتم یه خاک تو سر خودشون میکنن، شماره یک و شماره دو. اگه اینقدر هستن چرا دروغ میگید و نمیرید شما؟ چرا شما نمیرید ایران؟ یعنی که دروغ میگید. اینم از چرا نمیرید ایران، یه آقای به نام شاهین دلنشین، اولا خیلی خوشحالم که این آقا اولین شاهینی هست که اسمش رو وقتی مینویسه امکان نداره شما بخونید شاهین، چون دو تا ا استفاده میکنه. یه آقای به نام شاهین دلنشین نوشته بود چنین و چنان. من نوشتم که آقا 39 ساله دارید شعار میدید، خب یک قدمی یک حرکتی. ایشون گفته بود خب به نظر شما باید چیکار کنیم؟ گفتم هر کی میخواد به این شعارهایی که میگه برسه باید بلند شه بره ایران. حالا ببینید بی‌دقتی چقدر.
ایشون میگه آقا شما میری ایران؟ میگم آقا من که بارها گفتم من ایران برو نیستم، به همین دلیلم هست که شعار نمیدم. اگر یه روزی میخواستم برم ایران شعار میدادم، عملم میکردم. آقا دوباره دوستان این به ما حمله، نمیدونم یه خانم اومده، این خانما به قول سعید کاوسی تو فیسبوک دیگه از مردا، از بیتربیتی، از توهین، از تهدید زدن جلو، برای که عقب نیفتن میخوان دست جلو بگیر. ما گفتیم آقا ما نخواستیم، پاک کردیم اومدیم بیرون. این آقای شاهین دلنشین لطف کرده نوشته که دوستان شما وقتی حمله میکنید به دیگران، خب دیگران وای نمیسن نظرشون رو بدن. بعدم برای من نوشته که آقای صوبی همه که کامل نیستن، همه که چیز نیستن. گفتم آقا من میدونم، به همین خاطرم من آزادم، من حق دارم کجا برم کجا نیام. شما که یه صفحه‌ای داری، شما که یه چیزی می‌نویسی، شما اونجا مسئولی. مثل این میمونی که یه اتاقی تو خونت ما رو دعوت کردی ما اومدیم. حالا اگه یه مهمونی به من پرخاش میکنه، من به خاطر شما که ساکونه هستی هیچی نمیگم، شما باید شعور داشته باشی به مهمونت بگی ببین اینم مهمون منه و من فلسفم اینه. اون دفعه دو هفته پیش بود برای آقای وحید سعیدی گفتم فلسفه من اینه که شما میتونید مخالف باشید، دوتاتون رأیتون رو بگید، نظرتون رو بگید، دیگران چی میکنن بعدا با خداحافظی هر کی بره خونه خودش. وقتی شما اون رو نمیندازی بیرون، من میرم بیرون. سالها پیش یکی از این دوستانی که پدرش سرهنگ بود و آمده بود اینجا و فکر میکرد که بله به اصطلاح اینجا هم همون علی آباد خودمون هست و اینها، وقتی که ما برنامه‌های رادیو تلویزیونی داشتیم، بعد 14-15 نفر میرفتیم رستوران، هم درباره برنامه صحبت میکردیم و گروه خوبی هم بود، خیلی هم خوش میگذشت. یه دفعه این آقا چاقوی استیک رو برداشت، بعد به من گفت که مثل اینکه تو حالید نمیشه، توی آمریکا شما میتونی به این اون فوش بدی، فحاشی کنی، ولی تهدید نمیتونی بکنی. تا تهدید کنی طرف میتونه بره دادگاه از تو شکایت کنه، دادگاه به تو میگه تو 100، مثلا یک وقت میگه 100 یارد، یه وقت میگه اینقدر، بعد میگه 100 روز، یه سال، باید نزدیک این نه. من به اون دوستمون که اون موقع مسئول بود و اینها، به اصطلاح تهیه کننده برنامه بود و اینها، گفتم آقا من توی همچین محیطی نمیام و شما تصمیم بگیر این آقا که خلاف کرده میخوای بکنی بیرون یا من برم بیرون. گفت نه من هیچ کس رو نمیکنم بیرون. گفتم خب من میرم. و اون بود که من رفتم تلویزیون رنگارنگ. دوستانی که مثل این آقا که نوشته آقای سوری من از شما رو از زمان تلویزیون رنگارنگ میشناسم، و الا من اصل برنامه‌ام با تلویزیونی که دولتی هم نیست، اشتباه میکنن مردم میگن تلویزیون دولتی فیرفکس، اینجا تلویزیون دولتی نداری. ترامپ داره سعی میکنه تلویزیون‌ها رو مثل تلویزیون روسیه، مثل تلویزیون ایران، مثل تلویزیون کره شمالی دولتی کنه، ولی مطمئنم قبل از اینکه اون رادیو تلویزیون‌های اینجا رو دولتی کنه، رادیو تلویزیون‌های اینجا این رو از کاخ سفید بیرون می‌کنه. و دو تا عکس بهتون نشون میدم از دوست عزیزمون از پتیک و یک پرسش از شما، اون رو هم به موقعش، و بریم سراغ ماجرای لوحه کوروش و اینها در برنامه آقای سهراب چمنارا. بعد خبر خوب این که وقتی ما اون روز فیلم آقای منصور تأیید رو نشون دادیم درباره 200 سال تولد بهاءالله، گفتم اگه بشه با آقای منصور تأییدم قبلا باشون صحبت کردم، مصاحبه و اینها مصاحبه داشته باشیم، ایشون لطف کرد و دعوت من رو قبول کرد. جمعه ساعت 3 بعد از ظهر به وقت واشنگتن، نیویورک، شرق آمریکا، و 12 ظهر به وقت کالیفرنیا با آقای منصور تأیید برای مدت 10 دقیقه 15 دقیقه. یا اگر سوالات زیادتر باشه بیشتر خواهیم بود. تا حالا سوالایی که شده اینه که چرا بهائی‌ها دروغ میگن و میگن ما در سیاست کاری نداریم، چرا بهائی‌ها توی اسرائیل میگن ما توی کشورهایی که هستیم هر قانونی که دولت میذاره رعایت میکنیم، ولی توی ایران قانون دولت رعایت نمیکنن، و این یک بام و دو هوا یا دبل استاندارد از کجا سرچشمه میگیره. دوستان میتونید
به وسیله شماره تلفنی که اینجا هست هم تکس بفرستید هم پیام بذارید یا با ایمیل تماس بگیرید. ایمیل من هم خیلی ساده است، USA که آمریکاست که ما اینجا هستیم، یه نقطه بذارید sorbi@gmail.com. جیمیل هم دیگه ساده ترین ایمیله و usa.sorbi بهتون نشون بدم اینجوری، این دات همون نقطه usa.sorbi@gmail.com. و این هم از آقای منصور تایید درباره آقای شاهین دلنشینم، اگر ایشون بخوان میتونن یه روز مهمان ما باشن و صحبت کنن. و اینکه چرا بدون دقت نظر میدهیم، اجازه بدید من این یه عکسی رو اینجا به نام متهم گذاشتم بیارم بهتون نشون بدم یا برم تا آخر اینها بعدن بیام. بله، یه فیلم سینمایی هم یکی از دوستان حمایت کرده که بهتون نشون بدیم به نام پا تو کفش من نکن یا پا تو توی کفش من نکن. فیلم سینمایی تقدیم به شما. شما هم میتونید اگه فیلمی رو دیدید خوشتون اومد یا این موضوعی داشت که به اصطلاح اون جانا سخن از زبان ما میگوییه به نظر شما، با مبلغ خیلی کمی که اصلا قابل گفتن نیست در تلویزیون، از تلویزیون مردم پخش کنید. یه ویدیوی رو دوستمون آقای مسعود پورتوسی، حالا نمیدونم این پورتوسی درست میخونم یا نه، فرستادن و من جالبه این ویدیو رو دیروز که دیدم گفتم که حق با این آقاست و چرا رژیم ایران میاد رو مشکا مینیسه مرگ بر آمریکا و چرا اصلا تبلیغ میکنه، چرا نشون میده و اینها. امروز یه دوست دیگه ای از خلیج فارس اینو برای من فرستاد، وقتی اینو نگاه کردم تصمیمم عوض شد. درباره اینم باهاتون صحبت میکنم. و آقای شاهین دلنشین فیسبوکو گفتیم، پیام دوستمون از آلمان درباره فرح دیبا و دفترهای مخصوص او، اینو براتون پخش میکنم. و برای آقای انصاری هم فرستادم، متاسفانه آقای انصاری که معمولا خوب زود جواب میدن الان دو سه تا موضوع بوده براشون فرستادم جواب ندادن، امیدوارم که مریض نباشن، چون یکی از دوستای خوبم مریض شده بود و چند روز که دیروز باهاش تلفنی صحبت کردم. پیام دوستمون از آلمان، اعطای پناهندگی بلژیک به رهبر کاتالونیا غیر قانونی است. بیچاره میخواست برای اونجا استقلال درست کنه، حالا استقلال زندگی خودش هم از دست داده، باید بره بلژیک، تازه کشورهای دیگه هم به بلژیک اعتراض میکنه. یه اشکالی که این خوندن خلاصه ها داره، چون ما عادت کردیم خلاصه ها رو هم مشروع میگیم، الان 27 دقیقه از برنامه من گذشته، من هنوز به این ماجرای پایین اینجا نرسیدم که میرسیم به فیلم مصاحبه ترامپ و دکتر قیروکارزین. از دوستمون میخوایم مجید آقای خوشنودی که این فیلم رو برای من بفرسته یا خودم اینجا حالا باید برم پایین نگاش کنم. بله، دوستمون میگه آقا این کامران قادری چی شد، بالاخره رفت ایران یا نه؟ آقا اصلا بره، گیرم که ایشون رفت ایران، اونجا این عشایرا، باسریا، شمس‌آباد اینها برای چای درست کردن و یه بره هم کشتن. ازش بپرسن خب آقا اومدی رسیدی، رسیدن به خیر، برنامه فردا چیه؟ من بهتون گفتم من فکر میکنم که ایشون اون به اصطلاح اینجا بهش میگن midlife crisis، یعنی به اصطلاح بحران میانسالی و اینها هست، همه هم گرفتارش میشن. بعضیا خوب روشی انتخاب میکنن، یکی موتورسیکلت میخره. من یه دوستی اینجا گفتم موهای پشت سرش ریخته بود و وقتی رفته بود دکتر بهش گفته بود که آقا این از استرسه و موتورسیکلت داری؟ طرف گفت فکر کردم میگه مثلا یعنی چون موتورسیکلت داری باد زده اینا رو ریخته. گفتم نه، گفته خب برو یکیش بخر. خود من چند تا موتورسیکلت داشتم موقعی که 40-45-50 میرسی، اینجوری خیلی ها یه دفعه زنشون رو طلاق میدن میرن یه زنی میگیرن، خیلی ها زندگیشون عوض میشه، روششون از مثلا همش دنبال پول دویدن عوض میشه، درویش میشن اینها. خلاصه من فکر میکنم این آقا که من باش مصاحبه کردم، حالا یا دلیلش اون تصادف بوده یا مشکلات زندگیش بوده اینا، الان بحران میانسالی رو
داره طی میکنه و متاسفانه یه روشی انتخاب کرده که چند تام تو خونه نشستن، یکیشون آقای عادل افشاری که هی به این به به چهچه میگه. خب اون جای گرم نشسته، جای خون چی میگن، اگه گرم بیرون جای خنک نشسته، اون بدبخت تو صحرا داره پیاده به قول دوستمون با یه گاری گرفته دستش داره میره. بذارید من این فیلم رو ببینم میتونم پیدا کنم نشون بدم تا راحت بشیم از این موضوع. و این روزا میدونید که هر کسی میتونه، یادتونه توی ماجرای تونس بود و توی ماجرای لیبی بود، گفتن که هر یه نفر یه رسانه است و واقعا هم درست دیگه. این روزا اگه وقتا میگفت با کامپیوتر، الان شما با تلفنت هم میتونی از هر جای دنیا بشینی برنامه درست کنی، برنامه ضبط کنی، برنامه پخش کنی و خیلی هم بیننده دارن. همین دوستمون من دیدم روی تلگرام و اینا هم خیلی به اصطلاح رفتن، الان که با شما صحبت میکنن 82,964 نفر دیدنش. البته نمیخوام بگم همه از صفحه ما دیدنش، توتالش اینه. خب آقای سوری فایل اصلی رو توی کامنت گذاشتم که میخواین براتون انتشار کنم روی مسنجر. ممنونم مجید، همین رو نگاه میکنیم با هم ببینیم چیه. سلام، علی غلامی هستم، از روبروی کاخ سفید با تون صحبت میکنم. اومدم اینجا که یه مذاکرات فشرده داشته باشیم با آقای ترامپ. هر 10 دقیقه برای ما زنگ میزنه که غلامی بلند باشه بیا اینجا با هم دیگه مذاکره بکنیم. ما هم باغ و زندگیمون ول میکنیم میایم اینجا. هتلشون هم که هیچ امکاناتی نداره، نه یه نون نازوکی، نه یه بادنجون قورمه، حتی یه قوموشه که هم توش گیر نمیاد. ما هم الان داریم با کم گشنه میریم برای مذاکره. وای به حالش یه حرف اضافی بزنه، همین کاخ سفید رو میدم دم سنگ. مستر ترامپ، listen and repeat. خلیج فارس، Persian Gulf. The Persian Gulf. یه بار دیگه تکرار بکن. The Persian Gulf. ببرمت خلیج فارس و جزیراش بکنم تو حلقه. قبل از اینکه تو و آمریکا تو اینا باشین، خلیج فارس، خلیج فارس بیده. رفته یه 4 تا تیر ترقه فروخته عربستان و امارات، برای دلخوشی اونا میخوای تاریخ و جغرافیا عوض بکنیم. میگو ما این توپولو کیه ها؟ رئیس کره شمالی تو چی کاره؟ این ریا امو این مثل تو خیلی عاقل نیام. مرفتم تو اتاقش دیدم یه دکمه قرمزی یه سبزی، دکمه قرمزو همو بمب اتمه. بدبختی اینجاست که این بابا کوررنگی هم داره، اگه اشتباهی دکمه قرمزو بزنه کره و مره و ژاپن و آمریکا همش میره رو هوایا. امو اینا تره تیفه جمونگ و سوسانو اینا منیدی تو یه قسمتی از سریالشون 5 تا کشور میگیره. این جمونگ هم که ده آخر آخریا با یه تیری 4 تا 5 تا آدم میدن. مردم دنیا چه گناهی کردن که باید تاوان خریت تو و او توپل چشباده میو بده؟ در همین راستا یه خاطره برات تعریف بکنم. یه شوگی که همین چینی مینیان میره بروسلی بید، جکی چان بید، کی بید، یکی شما تو خوما گیر سپیش داده، اما که آقا استاد ما تو کشتی. هرچی میگه مامو جان بوات خوب، ننت خوب، قیروکارزین کجا، هنگکنگ کجا، نه آقا پرید عقب گو میاو 5 تا 6 تا لاجیکا ما کشید، ما 20 تا کش بیدیم. یه ها خوب پریدم فرد شما همین تو پس فرد شما به همین وضعیت. گفتم آقا این طوری فایده نداره، این بوی چینی مینی هر شو بخواه بیاد تو خوب ما یه سیری اما بزنه و بره، ما هم مثل فلکزاوی سیم نگاهش بکنیم. اومدی امشو با شمشیر اومد، لباس کارتم بر کردم، لانچکام نادم تو بغلم محکم گرفتم خوصیم. گفتم ما امشو سی تو دارم ساته دوسته بند شو بیده. آقا اومد تو خوب گو غلامی سلام، 4-5 کشیدم تو پوزش، اومدم بزنم تو بند کمرش که پدرمون از پشت دست ما گرفت. گو لام از سب اخو بلند بشو که زدی ککات کشتی رم. چیشون باز سرم کدوم یا حضرت عباس کاکامون او تو افتیدن کلمن اوی او بر پوکیدن ملافم شنگه شنگمو جیر ماجر شده رفتن. آقا بابای ما لانچیکو برداشت کرد و مال ما هم فرار کردیم از این کشور به اون کشور. تا یک ماه بابای ما از طریق پلیس انترپول دنبال ما میگشت، 5,000,000 تومان برای سر مجازات داده بود. ها
حالا خلاصه تو با این تره تشکیلاتت حریف ما که نمیشه حقیقت. ای چینی مینیم نگاه ای طوریشون نکنا، آدم های خطرناکی ایران. این دلدار نگاه بدبختی ما بکن، مردم میان آمریکا میرن پیش آنجلینا جولی و جونیفر لوپز، ما هم آه اصلا همون کله زرده ببره موری زردو. خب کار جالبیه، امیدوارم ادامه بدن و اینا بهترین کاره که میشه انجام بدی، با طنز حرف دل مردم و حرف دل خودتو بزنی. و برای من خیلی جالبه که توی حالا یا این آقا ایرانه یا هر جایی که هست، مردم اینقدر پیشرفتن حرف میزنن فلان، ولی تو آمریکا این ایرانیایی که اینجا هستن، یکیشون مثلا برای من نوشته بود که آقای صبرو شما پابلیک فیگر هستی، نباید به این و اون بگید نادان. میگم آقا اصلا نادان فوش نیست که، شما چرا فکر میکنی من درباره کشاورزی نادانم، درباره بمب اتم نادانم، درباره شیمی نادانم. حالا تو ایرانم یادمه مثلا اگه به یک میگفتی آقا تو نمیفهمی بدش میمد، در صورتی که اینجا یه چیز عادیه، به یه نفر یه چیزی رو که میگی متوجه نمیشه بهش میگی صبر کن، you don't understand، شما نمیفهمی، بذار من برات توضیح بدم. این آقا میگه شما طبق قانون نمیتونید به ترامپ بگید نادان، به من بگید نادان. میگم آقا جون شما قانون رو نمیدونی، بنده قانون دو تا کشور آمریکا و کانادا و FCC شو خوندم، امتحان دادم و میدونم و 20 ساله دارم این کار رو انجام میدم. اگر میدونستم که نباید به ترامپ بگم نادان شارلاتان، فکر میکنی اینقدر احمق بودم؟ احمق بودن با نادان بودن فرق میکنه. احمق موقعیه که یه کسی بدون یه چیزی رو نمیدونه نره دنبالش، یا بلد نباشه به دیگران بگه من بلدم. نادان وقتا من گفتم ندانستن عیب نیست، این بود یه چیزی بود اینجوری، نپرسیدن عیب هست یه چیزی اینجوری. در صورت به این دوستان میگم آقا شما بیان صحبت کنید، من که تو برنامه میگم که من هنوز منتظرم که دوستانی که به نظر من نادان بودن یا خیلی آدم های ساده لوحی بودن، مثل علی ترابی، علی ترابی اون موقع آمریکا نبود که بتونه رأی بده، مثل فامیلای خود من تو ایران که فکر میکنن این آقا منجیشونه، حالا ما یاد گرفتیم از اون آقا اسمال دیگه نمیگیم ناجیشونه، این آقا منجیه و میاد نجاتشون میده، اینا دو نوع، یا نادانن نمیدونن چه خبره، یا اینکه ساده لوحن و فریب این شارلاتان خوردن. ساده لوح بودن که چیز بدی نیست، این شما میده شما آدم خوبی هستی، اون شارلاتان شما رو فریب داده. اگر هر کدومتون خواستین بیان مهمون من باشید و صحبت کنید، ببینیم تو مغز شما چی میگذره که شما هنوز هم باور دارید که این آقای ترامپ به اصطلاح میخواد ایران رو آزاد کنه و شما هم امیدت به اون بسی. حالا ببینید یه دوستی داریم پیروز نهاوندی، فامیل نهاوندی هم دیگه خیلی معروفه دیگه، حالا یا بعضی هاشون اهل نهاوندن یا بعضی هاشون نمیدونم دیگه، همینجوری این فامیل چرخیده تو آمریکا هم باشه بچهش میشه نهاوندی. خب ببینید من اینجا دوستان، من بارها میگم ما الان بریم ایران فارسیمون اشکال داره، فارسی اونها پویا بوده رفته جلو، کلمات جدید جذب شده اضافه شده، فارسی من و شما ایستا بوده وایستاده درجا زده، ماکزیموم فارسی که من هر زدم با شمایی بوده که تو کالیفرنیا بوده، با اون یکی بوده، ما هم اینجا اومدیم بردیمش عقب، دیگه میگیم حالا میخوایم بریم برگردیم به عکس بگیم فرتور، به اون بگیم فلان که موندیم توش مثل بچه های کلاس پنجم. ولی با همه اینا شما نگاه کنید، نوشتم حکومت ترامپ در حال فروپاشی، یه علامت تعجب، یه علامت سوال. بعد نوشتم رئیس پیشین ستاد تبلیغاتی ترامپ به ارتکاب 12 جرم متهم شد. حالا این دوستمون آمده نوشته فعلا متهم شده ولی محکوم نشده. میگم آقا خب منم که نوشتم متهم شده. ببینید من از همین زیر کلمه متهم ایشون رو قرمز گذاشتم، زیر کلمه متهمم که من نوشتم و نمیخوام حالا بگم 100% میتونم
60% به شما قول بدم که این دوستمون اصلا برنامه رو نگاه نکرده، تا تیتر رو دیده اینجا میگن شما کتاب رو از جلدش قضاوت نکن. البته این آقای ستمایر حرف قشنگی زد، گفت اگر روی کتابی نوشته باشه اسامی جنایتکاران، خب من میدونم که دیگه تو این کتاب چیه، پس میتونم از روی جلدش قضاوت کنم. در صورت دوستان اگر فکر میکنید نظری که شما دارید با نظر من مخالفه، من منتظر شنیدن نظرات مخالف شما هستم. من اونی که میگه آقا قربونت حرف دل منو زدی، برای من تاثیرگذار نیست. من آقا چمنارا رو میخوام که میاد یه ویدیویی رو میفرسه میگه که آقا اینو پخش کن ببین راجع به کوروش چی میگه. اول ویدیو طرف میگه کوروش گفته من شاه جهان. میگم آقا اولا کوروش کجا همچین حرفی زده، بعدم کجا میکروفون بوده، کجا ضبط شده، کجا نوشتن، این لوحه‌ای که شما میگی، این استوانه‌ای که شما میگی، اینو اصلا تو کشور دیگه یه جای دیگه اینجوری رسم بوده درست کردم بماند. و به خاطر همین با آقای چمنارا میبینید چپ و راست صحبت میکنم، میاد ایشون نظرشون میگه. و خیلی از شما هم هست که طرفدار آقای چمنارا هستین، یعنی فکر میکنید که ایشون درست میگه. خب به قول آمریکا یا good for you good for him، و الا اگه من بگم یکی دیگه هم بگه به به، شما میگید این دوتا دیوونه شدن، اون یه چیزی میگه اونم به به و چهچه میکنه، شده مرشد و بچه مرشد. پس منتظر شما هستیم. آقای منصور تایید کمدین، هنرپیشه، فیلمساز، جمعه با ما خواهند بود. سوالی چیزی دارید بگید. و این رو هم بهتون نشون دادم، عکس لوحه کوروش رو هم اگه بتونم، امروز سعی کردم خیلی مرتب باشم چون دیروز وقت گذاشتم که ببینم چرا دوربین ما پریروز کار نکرد. دلیلش همون بود، این آقای مهدی برومن وقتی تماس گرفت با چت فیسبوک که من استفاده نمی کنم، ما دوربینمون رو اختصاص دادیم به چت فیسبوک و خیلی جالبه اون برنامه‌های دیگه مثل اسکایپ و اینا میپرسه از کدوم دوربین میخوای استفاده کنی، میگیم از این، میگیره وقتی روشنه استفاده میکنه. ولی این سیستم چت فیسبوک حواستون باشه دوستان، حتی دوربینتون که خاموشه اونو میگیره و به اصطلاح اون اینجا میگن ماستر اسلیو، یعنی میشه اون آقا ارباب، اون میشه رعیت، دوربین شما میشه رعیت اون، دیگه به حرف من گوش نمیده. دیروز که اینو درست کردم این چیزها رو هم ردیف کردم. حتما دیدید که یا اینو بذارم تو برنامه آقای چمنارا نشون بدم، اینو به عنوان یک سوال ازش مطرح کنم ببینم اون وقت چی میگه. اینو فعلا بهتون نشون نمیدم، لوحه کوروش خط نمیزنم، نگهش میدارم. چرا بدون دقت نظر میدهیم راجع به اون دوست اون آقای نهاوندی بود. ممنونم. فیلم پاتو کفش من نکن رو بعد از برنامه امروز براتون نشون میدم. این فیلمایی که من اینجا نشون میدم فقط تو تلویزیون مردم، اون قسمت مردم تیوی دات کام پخش میشه. دلیلش هم اینه که شما اگه بخواین از یوتیوب ببینید تایپش میکنید و پیدا میکنید و میبینید، دیگه جای اینکه ما هی لینکشو بذاریم و اینها نداریم. و اما پیام دوستمون از آلمان درباره خانم فرح دیبا، بذارید من اینو ببندم اونو باز کنم. یه شعری بود میگفت هفت در و بسی نمکی، یه در و نبسی، نمیدونم ببینیم چی میشه. بله، آها، آقای انصاری نوشته که برادر من سلام، سفر کوتاهی رفته بودم و به شکر خداوند برگشتم، الان کمی سرما خوردم. پس من درست فکر کرده بودم. من و شما ها که یکم سنون بالاست، توی این سن و این اوضاع هواپیما ها، هوای کثیف، باید مواظب خودمون باشیم، خودمون رو قوی نگه داریم. یه قرصای هست میخوری، ویتامین C هست و اینا، بعضی ها دیدم که اصلا اکسیژن با خودشون میبرن. بله، آقای سربی در برنامه پریریزی خود مطلبی درباره فرح پهلوی گفتید که اصلا واقعا در شهر آدمی مثل شما نبود. شما اشتباه میکنید دوست عزیز، حجبر تایی یا حجبر تای، شما اشتباه میکنید. من که گفتم شما به من میگید آقا این خیلی بد بود، اونی که انجام داده ببینید چقدر بده. مثل که یه نفر دزدی کنه، من بیام بگم آقا فلانی دزده، شما بگی آقا از شما چی؟ این قباحت داره، از شما بعید بود. آقا اونی که دزدی کرده ببین چقدر بده.
من اتفاقا دیروز برای آقای پسر آقای ایرج گرگین هم نوشتم که گویا شما ممکنه برادری داشته باشید، چیزی گفته باباتون بهتون، اینها بیان صحبت کن. بله، این فقط پیشنهاد است جناب سوربی، قربان شما. این کلمه قربان شما رو سعی کنیم از توی فرهنگمون ببریم بیرون، چون دروغه، یه تعارف بزرگه و یک دروغ بزرگ. بله، این فیلم موشک و اینها اجازه بدید با هم نگاه کنیم. الان اون ماجرای دانسته ندانسته حماقت اینها رو یه مقداری توضیح بدیم تا جا بیفته. بهتون گفتم سالها پیش من توی برنامه‌ای گفتم آخه یکی به این بگه احمق، یه آقایی از مریلند هم زنگ زد گاه سوربی من شما رو خیلی دوست دارم، ما خودمون خانواده نشستیم اینجا، وقت شما این کلمات رو به کار میبرید. من گفتم نکنه ما اونجا همیشه آبجو میخوردیم و اینا، 8 ساعت مونده بودیم، بعض وقتا واقعا هم کلمون گرم میشه. بعضی هم که وقتی میمدن اونجا تریاک و مریاک کشیده بودن، کارشون دیگه از ما بالاتر بود. گفتم من چی گفتم که شما میگید بچه های من اینجا نشستن؟ گفت گفتید احمق. گفتم بچه شما چند سالشه؟ گفت جوانترین 16 سالشه. گفتم تا امروز بهش کسی گفته احمق یا این به کسی گفته احمق معنی احمق رو میدونه؟ گفت بله. گفتم خب اگه میدونه پس یه کلمه‌ای که استفاده میشه، منم کلمه‌ای که استفاده میشه برای منتقل کردن منظورم استفاده کردم. ولی اگه نمیدونه من یه پیشنهادی به شما میکنم، این احمقه، همین امروز کلمه احمق رو یادش بدین. آقا ملت بعدش برای من ایمیل زنگ، آقا دمت گرم، عجب خوب گفتی، کاش که همه مجریان مثل تو اینجوری رک و راست صحبت میکردن. گفتم ببینین رک و راست صحبت کردن یه ضرری هم داره. اینایی که ما رو دوست دارن و میگن آقا شما مثل خود من رک و راست صحبت میکنی، معمولا اهل حمایت نیستن. اونایی که اهل دروغ و چاپلوسی و اینها هستن، اونا هم پولدارن هم حمایت میکنن. یعنی متاسفانه ما میشیم دوست افرادی که نه خیلی پول دارن نه حمایت میکنن، و این ضررش. در هر صورت بریم سراغ این رو هم نشون میدیم به اون دوستمون، الان اسمش یادم نیست، علی کریمی بود یا هر کی، خودشون میدونن. ببینید مایکل بلومبرگ که شهردار نیویورک بود، ایشون یه آدم بسیار موفقی است، میلیاردر، و به ترامپ گفت که منم میلیاردرم ولی من ورقه‌های مالیاتیمو نشون میدم، مردم میدونن که پول دارم، ولی تو دروغ میگی که پول داری و ورقای مالیاتیت هم نشون نمیدی. ببینید ایشون چی گفته. گفته در سالهای اخیر به جز ترامپ، برگزیت احمقانه ترین انتخاب برای مردم یک کشور بود. وقتی اینو میگه یعنی چی؟ یعنی انتخاب ترامپ هم یک عمل احمقانه ای بود از طرف قسمتی از مردم آمریکا. خب وقتی آقای بلومبرگ اینجوری میگه، دوست عزیز شما فکر نمیکنی اگه غیر قانونی بود میرفتن دنبالش؟ مخصوصا کسی که اینقدر پول داره. حالا ممکنه ما یه چیزی بگیم، طرف بگه آقای این یه غلطی کرد، ولی این خر نداره که ما بریم جلشو بگیریم، بریم حالا پول دادگاه بدیم، ولی فکر نمیکنی میرفتن دنبال این؟ هم ایشون پابلیک فیگره، هم داره درباره پرزیدنت آمریکا صحبت میکنه، هم توی آمریکا نشسته. از شما که تو آمریکا نشستی، شما قوانین رو نمیدونی، و متاسفانه به کسی که قانون رو میدونه و داره از آزادیش استفاده میکنی میگی نه آقا بیا مثل دوره شاه باش، به سرگروبان بگو جناب سروان، به نمیدونم ستوان دو بگو جناب سرهنگ، و شاه میشه آریامه، شاه میشه سایه خدا، و امروز هم به یه آخوندی میگن رهبر آیت الله فلان. دیدم این برنامه پاسداران که میخوان رژه برن ربع ساعت فقط مدح و ستایش اینه، و این پوفیوزا نمیگن آقا این چیزا رو ما ایراد میگرفتیم از شاه. متاسفانه نمیگن. خب بذارید درباره پنجمین کنگره، من باورم اینه که این کنگره ها به هیچ جایی نمیرسه. وقتی که یک شخصی مثل این ملا اسماعیل نوری علا و خانومش و خواهرش و اون آقای چیچیه بور هست، حسین بور، و اینها میان و شعر میخونن و لاس میزنن و امسال میره سال دیگه، امسال میره سال دیگه. امسال دیدم
متاسفانه اینایی که از سازمان مجاهدین جدا شدن رفتن اونجا. البته خب چون اینها نمیدونن نبودن که بیرون چه خبر بوده، حالا برن ببینن که آقا اینجا هیچ اتفاقی نمیفته. اینا یه مشت آدم بیکاری هستن که میان میشینن، معمولا همشون یا بازنشست هستن یا پناهنده هستن یا تو اروپا زندگی میکنن، حقوقای به اصطلاح مفت سوشال سکیوریتی و اینها رو میگیرن و خب سالی یه بارم میان به همدیگه یه لاسی میزنن و میرن. بله خب بیا بگو آقا، آقای علی ترابی شما برنامه من گوش دادی؟ من میگم آقا آقای شاه خیلی کارهای خوب کرد، شما بیا بگو. بعد به نظر شما چرا وقتی یه نفر داره کارهای خوب میکنه مردم انقلاب میکنن؟ من میخوام شما بیای بگی مردم احمق بودن. بعد بهت بگم خب مردمی که 57 سال شاه و باباش خوبی کردن احمق شدن، حالا شما میخواییم به اون مردم برید آزادی بدید؟ بابا شما که مهندس هستی، مهندس ساختمون هستی، حالا تو هنرستان اذیتتون میکردیم میگفتیم بیل و کلنگ و اینا، راستی رو شما رشته مکانیک بودی یا رشته ساختمون بودی؟ در هر صورت حالا الان مهندس ساختمونه، مهندس عمران. آقا ما حرفی نداریم، یه پدری تو خانواده همه کاراش خوبه، بچهش معتاد میشه، همسرش هم ول میکنه میره، دلیلش چیه؟ لابد شما میای میگی زن فاحشه بوده، بچه هم ذاتش خراب بوده. ما میگیم خب اگه ذاته که ذاته از این گرفته، یه دلیلی باید داشته باشه. شما تو این دلیله کم میارید و متاسفانه تا امروز میبینید هیچ که حاضر نمیشه بیاد بگه آقا این خوبیاره که شما. من این نوع مصاحبه رو با آقای غلام حسین مصباح هم انجام دادم. غلام حسین مصباح یکی از دیپلمات‌های ایران بود، بعد اومده بود توی آمریکا، اینجام که بود از حکومت ایران دفاع میکرد و ملت به من زنگ زدن آقا سوربی شما نمیدونی یه نفر اومده اینجوری و تلویزیون‌های کالیفرنیا اینجوری و اینها. ما هم زنگ زدیم گفتیم آقا بیا گفت فان دارم میرم ایران میتونم سر را بیام اونجا، خیلی آدم زرنگیه. تا گفتیم خب بیا اینجا، گفت حالا پول هتل و هواپیما. گفتیم آقا تو که داری میای یا اینا. خلاصه اون موقع وضع تلویزیون ها خوب بود، خصوصا خود من تو با دوستانی که اینجا بودیم 80,000 دلار پول جمع کردیم برای یک تلویزیون رنگارنگ بره ایران. یکی از ما نپرسید آقا تلویزیون رنگارنگ بیاد ایران که چطور بشه چطور بشه. خب آمد و صحبت کرد. من میخواستم از این سوال کنم آقا همه خوبیایی که تو میگی درباره این آخوندا ما قبول داریم، به نظر شما بدیهاشون چیه؟ که متاسفانه آقای بهوانی آمد مست و نشه و آقای جلیل بهارم احساساتی و برنامه رو به هم زدن. اینم از این ماجرا. بریم بر ویدیوی آقای منوچهر گنجی رو ببینیم. دوستان آقای ترابی عزیز، این منوچهر گنجیه، وزیر شاه، ببین داره چی میگه. و شما هی بشین حالا بگو شاه خوب کاری کرد. اینم گوش کن دیگه بفهم. یک لحظه. همه حضور رو در بر میگیره. امیر حسین دبلو مثلا بیشتر چیزش البته ببخشید دوستان، اجازه بدید که من این تصویر رو بیارم برای شما روی این. آقای منوچهر گنجی، خود این آقای منوچهر گنجی پول از سازمان سیاه گرفته، بعد میگه آقا من مجبورم نونوایی داشته باشم، ولی ما نونوایی با کت‌شلوار کراوات ندیده بودیم تا اون لحظه و اون زمان. بعدم رفتن دادگاه ایران رو بردن دادگاه، پولای فریز شده رو اینا گرفتن برای بچه هاشون خونه های آنچنانی خریدن. بشنویم با هم. خاویار بود بهش میگفتن. بذار من برگردم این راجع به آقای دبلو. همه حضور در بر میگیره. امیر حسین دبلو مثلا بیشتر چیزش البته خاویار بود بهش میگفتن، پادشاه خاویار که صادرات خاویار بود، ولی در کارهای دیگه هم همینطور دست داشت یا ایادی تو همه چی بود. بیشتر البته ماهیگیری جنوب چیز بود، ولی جای دیگه هم همینطور. آقای ابوالفتح مهدوی تو خیلی چیزا، چون خیلی نزدیک بود، هم نسبت دوری با پادشاه داشت هم خیلی نزدیک بود با ایشون. خب دوستان متوجه شدید؟ حتی اونایی که نسبت دوری داشتن با
به خاطر معاملات و کمیسیون و بالا کشیدن زمین‌ها و اینها میمدن نزدیک میشدن و ببر ببر بوده، بخور بخور بوده. ببرم آقای توفانیان تمام خریدهای ارتش با ایشون بود و توی مجلس امریکا صحبت ایشون مطرح شده بود. آقای شریف امامی تو خیلی چیزا وقتی نخست وزیرش گفت من شریف امامی دیروز نیستم، منظورش این بود که اون شریف امامی که بهش پورسانتاش میدادن و دستش تو همه چی بود، آقای شهرام پهلوی نیا فرزند ولایت اشرف همه چی بود، هر جایی میتونست سعی میکرد که یه درصدی بگیره توی چیزی خودش رو قاطی بکنه. آقای علم خودش اقرار میکنه که یکی از افراد فاسد رژیم گذشته بوده. دایی اولیا حضرت آقای قطبی حتی دست انداخته بود روی چیز فروشگاه گمرک فرودگاه، فروشگاه آزاد و خیلی جاهای دیگه. آقای محمود منصف جزیره کیشو یکی از دست راستی های آقای علم، خود ارتش بود نصیری، با اینکه اول آدم درست کاریه ولی در انتها میبینی که تو خیلی چیزا دست انداخته. محمد خاتم شاید یکی از سرمایه‌دارای بزرگ شده بود، داماد پادشاه بود، فرمانده نیرو هوایی ولایت اشرف، یکی از سرمایه‌داران بزرگ ایران بود و دائم به کنفرانس ها که میرفت باید بخونید تمام چیزا رو خوبیده میگید به چیزی که تعیین میکنن براشون، ایشون میگه نه خیلی کمه، 2 میلیون تومان برای رفتن به کنفرانس اینا کمه، 2 میلیون تومان در اون زمان میشد یه چیز در حدود بله 300,000 دلار. خب دوستان بازم بگم یا تو خیلی چیزا اجازه بدید. خب من بهتون گفتم 2 تا عکس بهتون نشون میدم، شما به من بگید که هیچ وقت همچین حالتی داشتید یا براتون پیش اومده. میدونید که در چند روز گذشته توی کالیفرنیا هوا به شدت گرم شده بود، دیدم آقای بابک هروی عکسی گذاشته از داشبورد ماشینش و فکر کنم حرارت 126 رو نشون میداد. این دوست ما پتیک، ببینید با یه پیکاپ تراک، تو ایران به این پیکاپ تراک میگفتیم تاکسی، با پیکاپ یعنی بلند کردن پیک اپ، داره درخت میزنه. موقعی هم که این درخت داره میزنه خدا میدونه از لاش این عنکبوت و حشرات و اینها، و ببین انقدر گرمه که یک چیزی رم زیپ یعنی چیزی رم گذاشته روی سرش. و بذار یه عکس دیگه من بهتون نشون بدم، این پتیک 1 بود، اون پتیک 2. خب کسی که اونجوری کار میکنه خستش میشه، نگاه کنید زیر همون یه تیک سایه ای که از اون درخت مونده قشنگ گرفته خوابیده. آخرین باری که شما اینجوری خوابیدید، راحت خوابیدید، نه بالشی نه تخت خوابی نه حتی جا باشه پاتون رو دراز کنید، چی بوده؟ من خودم یادمه وقتی که دبیر هنرستان بودم و همین حکومت آخوندا که گفته بودن میاییم و جامعه بی طبقه توحیدی و اینها، بعد دیدم این احمق سید حسین موسوی که میر حسین موسوی آمد شیراز و گفت که من افتخار میکنم به اون معلمی که بعد از مدرسه مسافر کشی میکنه، به پسرم گفتم بی بریم که آقا اینا مال نیستن، همون سال اول انقلاب. بنده یه مدتی مجبور بودم که رانندگی کنم، بعد چون پدرم کامیون داشت و شرکت سیمانم یه قراردادی بود که باید سیمانای پاکتای 50 وقتی سیمان میدونید یه سنگه، از میتراشنش پودرش میکنن گرمه، اینا رو تو پاکت که میکنن و تو گرمای تابستون که کار ساختمونیه اینا رو بار میزنه تو اون کامیون. با این کامیون وقتی ما میرفتیم لار، بهترین خوابهای زندگی من اونجا بود. اون دوستان شما خبر ندارید توی راه لار شب که میشه
یک پشای هست بهش میگن پشه پابلند، از این پشای هست که مثل هلیکوپتره، مثل پشای مالاریا میاد میزنه. اصلا شما میبینی اینجوری نیششو میکنه توی گوشت، خونتو میمتی، این سوزن. من میخوابیدم خسته بودم، حالا این پتیک که اینجوری خوابیده، من یاد اون روزا افتادم و گفتم این سوال خوبیه. اجازه بدید بریم سراغ آقای سهراب چمنارا، با ایشون یه بحثی داشته باشیم درباره این جنبش و روز کوروش و اینها، بعد برمیگردیم دنباله برنامه رو با هم دیگه. اون چیزایی که بهتون قول دادم، این دو عکس و یک پرسش، این بود دو عکس بهتون نشون دادم. آخرین باری که این چنین استراحت کردید کی بوده؟ فکر کنید واقعا ببینید کی بوده. و جالب اینه که اون روزی که داریم اون کار انجام میدیم فکر کنیم بدترین روز زندگیمونه، ولی وقتی چند سال ازش میگذره میگیم یاد اون روز بخیر، خدا رحمتش کنه، یا خدا بیامرزد، یا روان شاد. دوست من فریدون با من بود و اون هم میگو من شب تا صبح نمیتونم بخوابم از دست این پشه ها. حالا شب تا صبح ما دوستان مثلا 2 ساعت بود، ساعت 2 بعد نصف شب بخواب، دوباره مثلا 4-5 را بیفت برو. اجازه بدید من تصویر آقای سهراب چمنارا رو به کامپیوتر بدم. آقای چمنارا هم لطف کنن تمام برنامه های دیگر رو به غیر از اسکایپ قطع کنن تا به اصطلاح یک چیز خوب داشته باشیم، ویدیوی خوب، صدای خوب، و ایشون هم که خوب هستن دیگه همه چیز میشه خوبه خوبه خوب. گوشی خدمتون، هنوز صدای شما روی ایر نیست، صبر کنید آقای چمنارا. این رو بردارم از اینجا. بله دوستان عزیز، میدونید که آقای چمنارا ویدیوهایی رو خودشون درست میکنن و روی یوتیوب میذارن، ما هم اینجا در فیسبوک معمولا پخش میکنیم، و شما هم میتونید با نوشتن اسم ایشون در گوگل یا در یوتیوب ویدیوهای ایشون رو ببینید، وبسایتشون رو ببینید و الی آخر. سلام میکنم به ایشون، خوش آمد میگم، و قرار هست که ما با ایشون امروز کلکل کنیم. یه دوست دیگه آقا این کلمه کلکل بده، بگین با هم گفت و شنود داریم یا با هم به اصطلاح صحبت میکنیم. به نظر شما این کلمه یعنی کلکل چیز بدیه که میگیم ماها؟ هرچی بگین شما خوبه. از لانگ تا اونجایی که ما بتونیم منتقل کنیم منظورمون رو به دوستان، فکر میکنم چیز خوبی باشه. خب آقای چمنارا، شما یه فیلمی برای من فرستادید، اصلا دعوت شما این دفعه اساسش اون فیلم بود، یه آقایی بود، البته این فیلم مونتاژ شده بود، نمیدونم شما متوجه شدید یا نه، مثلا اون آخوندایی رو که نشون میده لزومن بعضی هاشون اصلا تو اون جلسه نبودن، بماند، ولی حرفایی که اون آقا میزد این بود که کوروش شاه جهان. من به شما گفتم همین اولش که با دروغ شروع میکنه من دیگه نگاه نمیکنم. بعد حالا شما به من بگو، پدر شما که تیمسار بوده، مرد شریفی بود، انسان بزرگی بود، و من یکی از افتخاراتم اینه که با ایشون چندین بار به اصطلاح دیداری داشتم و حتی تو رادیو فیرفکس ایشون میومد و اینها، اگر من یا شما یا داداشتون یک کتابی بنویسیم و بنویسیم بله جناب شاه چمنارا، خب اولین کسایی که اعتراض میکنن باید خانواده شما باشه و شما به من بگید که آقا ایشون تیمسار بود، خیلی هم افتخار میکرد، ولی وقتی شما میگی شاه، مردم فوری میفهمن داری دروغ میگی، شخصیت اونم میاری پایین. حالا به نظر شما کوروش شاه جهان بود؟ با این شروع میکنیم، میکروفون در اختیار شما. با درود خدمت شما و بینندگان و شنوندگانتان، عرض کنم آقای سربی، من میخواستم این مقدمه خدمتتون عرض کنم، ولی بر میگردم و به سوال شما جواب میدم. ببینید قربان، امروز هم در این دنیایی که ما 200 کشور مستقل عضو سازمان ملل متحد و با قانونهای اساسی و شناخته شده از طرف تمام دنیا داریم، آقای رئیس جمهور آمریکا توی کنگره میگن آقا تو پرزیدنت دنیا هستی. این حرفیست که حتی توی کنگره مثلا حالا به شوخی یا به جدی هر چی که شما بگید گفته میشه.
که آقا چون شما قدرتمندترین کشور دنیا هستید و سوپر پاور هستید، وقتی که یک حرفی میزنید مثل اینه که یک نفر شخصیت جهانی این حرف میزنه. ببینید این در قرن 21 این حرف زده میشه. حالا 2600 سال پیش وقتی که ایران یک سوپر پاور بوده و شاه ایران یک شاهی بوده، شاه قدرتمند بوده، در اون موقع فرض بفرمایید کابل هم شاه خودشه داشته، فرض بفرمایید ارمنستان هم شاه خودشه داشته، اینها همه شاه بودن و اسم تیتری که برای شاه ایران درست میکردن و میگفتن شاهنشاه، یعنی شاه شاهان. حالا شما، من واقعا در این حالی که نمیخوام با خبارت این بحث بی خود بشم، بند کردید ما میخواییم در مورد لوحه کوروش، شخصیت کوروش، شخصیت جهانی کوروش صحبت کنیم و حالا شما بند کردید که این چرا با خودش میگه شاهنشاه. نه اون نگفته. نه اشتباه نکنید، من کی گفتم اون گفته؟ من حتی درباره پدر شما که مثال میزنم، پدر شما کی گفته که من شاه ایرانم؟ من میگم اگه من بیام یا از روی حماقت یا سوء نیتی داشته باشم و بنویسم که دوستان یک آقایی بود اینجا، آقای چمنارا، و ایشون شاه ایران بود، خب شما که فامیلش هستید، شما که پسرش هستید، میگید آقا چرا مزخرف میگی، پدر من تیمسار بوده، شاه نبوده. و کوروش که زنده نیست که بگه من شاه جهانم. درباره شاهنشاه که میگی اونو من قبول دارم، چون اون موقع ها به اصطلاح اون حکومت های اقلیمی و اینها بوده، هر جایی هر ایالتی یک شاهی داشته، یک مسئولی داشته و آقای کوروش شاه شاهان اون اقلیم بوده، ایالت بوده که به نام ایران بوده. و به این خاطر شما نمیتونی بگی ایشون شاه چینم بوده، شاه رومم بوده، شاه یونانم بوده، شاه کشورهای دیگه هم که من اسمشون الان یادم نیست بوده. من میگم اون کسی که میاد اینجوری میاد احساسات مردم رو به دروغ به اصطلاح برمی اندازه، این باعث میشه که مردم به یه چیز دروغی، ما به یه چیز حقیقت که میخوایم بریم جلو، با شکست مواجه میشیم. حالا دیگه بخوایم از اولش دروغ باشه. چون میخوان شما درباره لوحه کوروش صحبت کنید، من همین زیر اسکایپ برای شما یک نامه فرستادم، اگه لطف کنید اینو نگاه کنید و من اینجا برای دوستان میخونم، شما اگه لطف کنید با این شروع کنید یا درباره این، چون شما چندین بار گفتین که اون قانون آمریکا چیه، قانون اساسی و اینها رو مگنا سامتینگ میگید، به این به اصطلاح نسبش میکنید و وصلش میکنید. اجازه بدید من اینو بخونم، بعد میکروفون در اختیار شما، تا هر زمانی که میخواین صحبت کنید. من برای دوستان حتی گفتم که آقای چمنارا گفته لازم هست که ساعت بیارم، گفتم قربونت برم شما ساعتم بیاری رعایت که نمیکنی، پس نیاری بهتره. بذارید من به دوستان هم نشون بدم، این رو با هم میخونیم، بعد شما پاسخ بدید که آیا همچین چیزی امکان داره یا نه. میگه آقای نیل مک گروره یا گروگر، استاد تاریخ دانشگاه گلاسکو و از مدیران پیشین نگارخانه ملی لندن، در این ویدیوی قابل تأمل در دقیقه 2 به توماس جفرسون اشاره میکنه که گویا توماس جفرسون از کوروش الهام گرفته. این آقا میفرماید قانون اساسی آمریکا به نحوی برگرفته از منشور کوروش است و من دیدم شما بارها اینو استناد میکنید و میگید. ایشان به خوبی میدانند زمانی که قانون اساسی آمریکا نوشته میشد هنوز منشور کوروش در دل خاک بود و به دست نیامده بود تا توماس جفرسون و دیگران از آن اقتباس کنند. لوح استوانه کوروش در سال 1878 در عمران بابل با حفاری های هرمز رسام کشف شده و بین این دو سند قرنها فاصله است، یعنی بین قانون اساسی و بین لوحه کوروش. البته آقای نیک مکدروگر در مقاله ارزشمند خودشان 2600 سال تاریخ که به منشور کوروش می پردازن، آن تبلیغ غیر قابل دفاع را تکرار نکردن،
در شرایطی که ایران در حصار ظلمت اهریمن است و مرتجعین بر آن گرد یأس و مهنت میپاشند، نیاز به اسطوره‌های تاریخی و ملی واقعی است. این کلمه رو دقت داشته باشین، میکروفون در اختیارتون، بفرمایید. واقعی، نه دروغین. بفرمایید آقای سوردی. اینه چندین و چند بار بنده خدمت شما عرض کردم، در ویدیوهای خودم هم گذاشتم. بله، لوحه کوروش 100 سال پیش در کندوکاوی که انگلیس ها در عراق می کردن پیدا شده و قانون اساسی آمریکا هم 270 سال 300 سال پیش نوشته شده توسط پدران آمریکا. اون چیزی که سند هست و شما بارها خدمت شما عرض کردن، یه نیم ساعت وقت صرف کنید و برید موزه اسمیتسونیان، حدود نیم ساعت راست اونجایی که شما زندگی میکنید. بله بله. در اونجا یک نامه‌ای هست از جفرسون، نگارنده اصلی قانون اساسی آمریکا، گذاشته شده و من عکس اون را هم حتی برای شما فرستادم و در فیسبوک هم گذاشتم. در این نامه ایشان به پسرش می نویسه که ما وقتی که می خواستیم قانون اساسی آمریکا را بنویسیم، تمام بزرگان و مملکت داریشان مطالعه کردیم، از مکیاولی گرفته تا چنگیز خان مغول تا نمیدونم اسکندر و سیروپیدیا. سیروپیدیا میدونین چیه؟ سیروپیدیا 2200 سال پیش در یونان نوشته شده و سیروپیدیا یعنی شرح حال مملکت داری کوروش کبیر. میگه ما از روی با الهام از سیروپیدیای داستان زندگی کوروش و مملکت داریش قانون اساسی آمریکا رو نوشتیم. آقا این جمله رو من چند دفعه باید تکرار بکنم؟ منتها اونهایی که اهل سفسطه هستن و میخوام که فورا میگه که آقا لوحه کوروش 100 سال پیش، بله 100 سال پیش لوحه کوروش کش شد، چون ما چیزی از تاریخمون به غیر از اون چیزی که یونانی ها نوشته بودن در دست نداشتیم. و تورات، یعنی در تورات اگر شما نگاه کنید بعد از کتاب ازرا که در مورد کوروش نوشته میشه، سر تا سرش داستان پادشاهی اردشیر هست، داریوش هست، تمام شاهان ایران، اصلا شاهان ایران شاهان یهودی هم بودن. اینه که آقای جفرسون در این نامه که در موزه اسمیتسونین حدود نیم ساعت راست اونجایی که شما زندگی میکنید نوشته، روش هم نور انداختن که شما میتوانید حتی بخوانید، اینه نوشته که آقا ما قانون اساسی آمریکا تمام این مملکت داری چنگیز و اسکندر و نمیدونم ماکیاولی و بقیه نگاه کردیم، به این نتیجه رسیدیم بهترین داستانی که ما میتوانیم ازش الهام بگیریم مملکت داری کوروشه. این حرفیست که ما میزنیم. اصلا لوحه کوروش چرا شما وارد قانون اساسی آمریکا میکنید؟ لوحه کوروش 100 سال پیش کشف شد و این یک سندی بود بر حقانیت داستان تورات، به خاطر اینکه تا 100 سال پیش مردم میگفتن نه آقا این داستانی که در تورات در مورد کوروش و شاهان ایرانی نوشته شده همه به خاطر نمیدونم اسطوره است، مثل بقیه اسطوره هاشان. ولی وقتی که این لوحه را کشف کردن و مدت هم نمیتوانستن اینه بخوانن، چون اون موقع خط میخی فقط در فرانسه یه عده بلد بودن، وقتی که خواندن اینه و دیدن که با تمام داستان ها در مورد کوروش کبیر درست بوده، و از اون موقع شروع شد به کوروش کوروش بای. در ما در میان ایران هم ما واقعا چیز کمی در مورد کوروش به غیر از همین سیروپیدیا و داستان تورات چیز دیگری نمیدانستیم و اون سند شد. این دیگه خلاصه تر از این من چطوری عرض کنم؟ حالا بفرمایید ببینم سوالتان چیه. خیلی ممنون. به قول شما خیلی نزدیک اسمیتسونیان، لازمم نیست حتی اونجا برید، توی گوگل تایپ کنید میاد. اون سیروپیدیا رو من الان دارم میبینم و
توش صحبت هم شده و اینها. مشکلی که من با شما دارم اینه که شما یه بار به تاریخ و تاریخ نویسان 100% اطمینان میکنید و استناد میکنید، ولی وقتی ما میایم میگیم همین تاریخ نویسان که حالا یا با اینا همراه بودن، معمولا در جنگ با اینا همراه بودن، اتفاقا وضعیت خوبی هم داشتن، هم حقوق خوبی میگرفتن، هم خیلی بهشون به اصطلاح میرسیدن که مبادا یه چیزی بد بگن، یه جایی عکس کوروش هست که سرش رو بریدن، در تشکی انداختن و ماجرای اون خانمی هست که میگه بفرمایید آقای کوروش خونخوار، شما که به خونخواری آمدید کشور ما و پسر من رو کشتید، حالا هرچی میخوای خون بخور. که بعد بزرگان اون کشور به این خانم میگن که به قول اون ماجرای ای استاد سلمانی، سرم را سرسری نتراش که من هم در دیار خود سری دارم و سامانی، این بنده خدا رو پاک میکنن، تمیز میکنن، میفرستن ایران. که حالا اون ماجرای مقبره کوروش و خاک کردنش و اینها هم با داستان زرتشتی ها جور در نمیاد. شما چجوریه که یه قسمت از تاریخ رو به دلخواه قبول میکنید ولی اون قسمت رو قبول نمیکنید؟ حتی با آقای صدرالاشرافی که من هیچ وقت ندیدم این بنده خدا دنبال تجزیه ایران باشه، دنبال خودمختاری یه جایی باشه، و حتی چندین بار تو برنامهاش گفتن شما به ایشون تهمت میزنید که این حقوق از این بر اون بر میگیره و میخواد ایران تجزیه بشه. بفرمایید بگید چرا اینجا بهش میگن سلکتیو، یعنی انتخاب میکنید یه قسمت از تاریخ رو قبول میکنید یه قسمتش رو قبول نمیکنید. البته شما موضوع آقای صدرالاشرافی مطرح کردید که اصلا من ایشان رو قابل نمیدونم در موردش حرف بزنم، ولی چون اسمش بردید میگم. شما نام ایشان در گوگل سرچ کنید، همونطوری که نام من سرچ میکنید. بله بله. چون یک جوان 22 ساله بوده، نمیدونم الان 75-6 سالش هست، 22 دانشگاه تبریز، حالا نمیدونم مهندس کشاورزی گرفته یا نگرفته، چون از خانواده ثروتمندی بوده و همونطوری که اسمش نشان میده میفرسنش فرانسه. ایشان 55-6 ساله در خارج داره تحقیق میکنه در مورد تاریخ ایران و نمیدونم آذربایجان، اینها یک کتابم ننوشته، فقط حرف زده. اسم ایشانه که سرچ بکنید اولین ویدیویی که میاد در بزرگداشت پیشوریه در تلویزیون میهن، دومیش در بزرگداشت چنگیز مغوله. حالا بگذاریم از بقیه ویدیوها و چرندیاتی که ایشان هر هفته به عنوان نقد دین در تلویزیون میهن میکنه که اون جای بحث جداگانه است. ولی اگر یک ایرانی، یک آمریکایی، معذرت میخوام، شما پیدا کردید که، حالا البته الان میگن که بن لادن مسئول کشتن 3000 ایرانی بوده، یک آمریکایی پیدا کردید که گفت بن لادن چه شخصیت بزرگواری است، من یا هر کس دیگری، هر آمریکای دیگری میتوانه به این شخص بگه بی‌شرف و حتی احترام زبانم نداشته باشه بهش بگه بی‌ناموس. این شخصیت آمریکایی که بخواد از بن لادن تعریف بکنه، چون بن لادن قاتل بیش از 3000 آمریکایی بوده، حالا بوده یا نبوده ولی شناخته شده از در این مورد. حالا کسی که بیاد به عنوان یک ایرانی از پیشوری تعریف بکنه و بزرگ داشته، چنگیز مغول که 1,000,000 نیشابوری کشته به خاطر این یک تیراندازی اشتباهی و اون قتل عامی که از ایرانی ها کرده، و یا تیمور لنگ، از اینها بزرگ داشته، این دیگه شخصیتش معلومه. ایشان خودش رفته مکه و اونجا ویدیو درست کرده و داستان ارتباطش با عربستان نوشته. این حرفی که من زدم حرفی نیست که من زدم، خودشان اعتراف کردن که ایشان با عربستان این ارتباطات داره. حالا این دیگه بگذاریم، نمیخوام وقت شما رو بگم در این مورد بگیرم. در مورد سر بریده کوروش و نقاشی صحبت کنید، شما این تاریخ میدانید، واقعا باید به شما تأسف من بخورم که شما یک نقاشی که 200 سال پیش کشیده شده اینه یک سند تاریخی میکنید.
بنده دوباره در مورد این عکس برای شما توضیح دادم، حتی در ویدیوم نگفتم که آقا داستان این عکس از این قراره که تا اون موقع این یهودی ها مسیحی ها مسخره می کردن و سر کارشان می زاشتن که می گفتن آقا کسی که شما بهش میگین خدا، این بابا اولا یه خاخام یهودی بوده، یه قبول داریم، و دومن این چه خدایه که میذارنش رو صلیب اینطوری، این بدون هیچ قدرتی روی صلیب میشه. این مسخره بازی بوده که یهودی ها در مورد مسیحی میبردن، تا اینکه 200 سال پیش یک اولترا مسیحی فنلاندی پیدا میشه، یه نقاشی میکشه از کوروش که آقا این کسی که شما در کتاب عزرا پیغمبر میدانید و شاه خودتان میدانید که کوروش بوده، ببینید اینم در جنگش با ملکه سوکاها شکست خورده و سرش اینطوری بریدن، این شده عکس. یعنی این عکس یک دعوایی بوده بین مسیحی ها و یهودی ها. حالا بعد از این همه مدت که این مملکت ایران ما تو سری خور تمام دنیا شدیم، یک عده بی شرف بی همه چیز پیدا میشن، میان میگن نگاه کن تاریخ ایران اینه، این کوروششونه. بابا جان برفرض که این حقیقت هم داشته باشه، بله داستان از این قرار بوده که کوروش در راهش بوده به مصر بره، خبردار میشه که سوکاها که یک اصلا در اصلا این در هرودوت نوشته اینه، سوکاها عبارتند از بربرهای شمال شرق ایران. حالا نگاه کنید، و اونجا اینا سر به طغیان برداشتن، میره اونجا اینا رو شکست میده، سوکاها دوباره بر میگرده، در این شکست پسر اون ملکه که فرمانده سپاه بوده کشته میشه، دوباره که بر میگرده، چون کوروش اهل دعوا نبوده بره فتح و مملکت داری بکنه، اینها وقتی که حمله کردن رفته جواب داده، بعد در حمله دوم که این داشته عقب نشینی میکرده بهش حمله میشه و در حمله دوم شکست میخوره و کشته میشه. حالا فرض کنیم اینه بردن، بدنش بردن پلور اون ملکه سوکاها و در اونجا سرش بریدن کردنش تو تشت خون، حالا مربوط به 2500 سال 2600 سال پیشه، اونجا من نمیدونم آقای سربی عکاس که نبوده، نمیدونم نقاش که نبوده، اگر این نقاشی مربوط به 2500 سال پیش بود، بعد آدم میگفت که بعد از 2200 سال یک نفر از روی داستان هرودوت یه نقاشی میکشه برای دامن زدن به دعوای بین یهودی ها و چیزا، که حالا این میشه سند تاریخی آقای ضیاء صدرالاشرافی. حالا از اون احمقانه تر یه چیز دیگه است، و اون این که آقای صدرالاشرافی در مصاحبهش با آقای بهبهانی میگه که ملکه آذربایجان. آخه مردک، آذربایجان این طرف دریای خزره، سوکاها اون طرف در آذربایجان قلب ایران، مرکز تمدن ایران بوده، سوکاها بربرهای شمال شرق به تایید خود تورات بودن، آخه چطوری اون ملکه میشه ملکه آذربایجان؟ این داستان سر بریده است. آخه من نمیدونم اینه چند دفعه باید گفت. اب نداره، تو کار تلویزیون تکرار رسمه. خیلی ممنون. حالا همینجوری که شما یکم هم احساساتی شدید، بذارید دوستانی که از شما دفاع میکنن، از جمله همشهری خود من آقای علی ترابی، میگن آقای چمنارا درست میگن و ایشون داستان تورات و انجیل رو خوندن و میگن که توی اونها هم به اصطلاح تایید حرف آقای چمناراست. ضمناً یه همشهری دیگه امروز، آقا اینجا شده شیرازستان، یه همشهری دیگه مجید میگه که فکر کنم با اون صدرالاشراف که نخست وزیر شاه بوده نسبتی هم داره، حالا احتمالاً پسر صدرالاشراف هست که حرف و حدیث هم در مورد اون زیاد بوده. حالا باعث شد که من یه بار دیگه با آقای صدرالاشرافی تماس بگیرم و
اگر بشه در این مورد صحبت کنیم. من چندین بار با ایشون صحبت کردم، من خودم اون چیزی رو که شما گفتید ندیدم و وقتی هم اسم ایشون رو گوگل میکنم، البته میدونید که سرچ انجین ها فرق میکنه، یکی گوگل میکنه، یکی یاهو، یکی ask.com، یکی بینگ. من وقتی اسم ایشون رو تایپ کردم فقط چند تا ویدیو آمد. اگه شما لطف کنید بعد از برنامه لینک های اون نوشته ها رو زیر فیسبوک بذارید، من از شما تشکر میکنم. باز هم میکروفون در اختیار شماست و فکر شما، نظر شما درباره این برنامه های جنبشی که هر سال چند نفر از خانم شکوه میرزادگی گرفته تا تلویزیون های ایرانی لس آنجلس، بریم پیاده پاسارگاد رو آزاد کنیم اینا. اولا سوال من از شما اینه، شما پاسارگاد فارس رو رفتید دیدید امکانات اونجا جوری هست که چند میلیون ایرانی پیاده را بیفتن برن اونجا؟ والا خود ما که از شیراز تا میخواستیم بریم زرغون و مردشت و اونجا جونمون بالا میومد. حالا جاده رو میگن باز کردن و اینا، ولی خب اون ضرورمثلی که بابا به کلاغ بگید یه چیزی که بهتون نگه، یه چیزی بگید که بگنجه. شما نظرتون درباره این گونه حرکات چیه که یه دختر خانم 15 ساله جلو سنگ کوروش، جلو مقبره کوروش وای میسه، یه شعری میخونه، یه دفعه همه ما به هیجان میایم و این میره تا سال دیگه؟ میخوام برداشت شما از این نوع حرکات و جنبش ها و آیا اینها ضرر زده به نفع آخونداست؟ به نظر من به نفع آخوندا بوده، نظر شما چیه؟ خیر، به نفع آخوندا نیست، چون آخوندا اصلا ضد کوروش هستن و خود یکی از دو تا سه تا از نمایندگان مجلس خبرگان آمدن، ویدیوش هست توی اخبارم هست، که این کار تقبیح کردن که کار درستی نیست. در اون طرف هم میبینی که آقای احمدی نژاد میره کنار چیز عکس میگیره، آقای مشاعی میاد یک ساعت صحبت میکنه و من در اون ویدیویی که برای شما درست کردم چند تا کلیپ دور هم جمع کردم، اون ویدیو رو من درست کردم، کلیپ های متعددی بود، من جمله یکی از گفته های آقای آیت الله طباطبایی، نویسنده کتاب المیزان و بهش میگن علامه در اسلام که تمام آخوندا شاید نوچه‌هاش هم نمیتوانند باشند، اون گفته در مقام کوروش گفته در قرآن آمده که این ذوالقرنین بوده و به اصطلاح با احترام باید ازش یاد کرد، چون اون چیزی که اون گفته و اون لوحه‌ای که ازش کشف شده و اون چیزی که نوشته اولین سند قانون اساسی جمهوری و جزئی‌ترین سند قانون اساسی ملت ایرانه به اعتقاد من. حالا من میخوام واقعا وارد اون بحث بشم و میخوام شما اون نقشه راه که من روی براتون فرستادم نشان بدید. عرض کنم حضور انورتون که این کار یک فریادی است که مردم در زندان ایران میکشن. شما نگاه کنید، اینها میان راه بین نمیدونم اسمش که تا کربلا رو درست میکنن، یه پارکینگی درست میکنن که ملت بیان اونجا و بعد توی این مسیر رستوران ها درست میکنن، غذای مجانی میدن که مردم سعی کنن مثلا در اربعین برن اونجا. حالا خب این چیز اعتقادیست، برن عیب نداره، ولی ملت ایران به خاطر اینکه فریاد بکشه، به خاطر اینکه هویت دوباره خودش زنده بکنه، ناچارن باید کوروش مقامش بزرگ داشته باشه در این مورد. بنده البته خودم همینطوری که شما خوب میدانید آقای عمر آبرامیان یک آکادمی درست کرد به نام آکادمی کوروش و بعد عضوی هستم از چندین عضوی که همه دوستداران کوروش هستیم در اینجا هستیم. من در اونجا یک نامه‌ای نوشتم که شما هم این نامه رو دیدید، که من اعتراض کردم به اینکه آقا چرا شما از مقام کوروش برای 2500 سال تاریخ ایران استفاده میکنید و شما تاریخ 10000 ساله ایران کردید 2500 سال. بله، کوروش یه مقامی است، همونطوری که آبراهام لینکلن یک مقامی است در تاریخ آمریکا، ولی تاریخ آمریکا از
زمان استقلالش و جنگهاش با انگلیس ها شروع میشه. آبراهام لینکلن وسط این کاره دیگه، شما نمیدانید یه دفعه بگی آقا اصلا آمریکا شروع شد از زمانی که آبراهام لینکلن آمد. همینطور هم نمیتوانید بگی که آقا شاهنشاهی ایران و ایران درست شد از زمان 2500 سال زمان کوروش. ایران تاریخ طولانی داشته. مقام کوروش مقامی است که ما باید ارزش بهش بذاریم و لوحش اون چیزیست که من دارم در موردش اصرار میکنم که شما به جای این آرامگاه رفتن که کار خوبیست، من این چیزش نمیکنم بزرگ داشته کوروش کار خوبیست، بیایید این لوحشه که اولین سند قانون اساسی ایران هست با مگنکارتای انگلستان که اولین سند قانون اساسی انگلستان هست، این دوتا رو با هم مقایسه بکن. این بحث منه. من دارم میگم وقتی که شما وقتی که انگلیسا میان 800مین سال مگنکارتاشون جشن میگیرن و میگن ما صاحب قدیمی ترین قانون اساسی دنیا هستیم که همینطور هم هست، اونها قانون اساسیشون مگنکارتا را شروع کردن و از 800 سال پیش سندهای دیگری به این قانون، چون انگلستان تنها کشوری که قانون اساسی مثل بقیه کشورها نداره، بلکه این اسنادیست که روی هم جمع شده و شده قانون اساسی انگلستان که اولین سندش مگنکارتاست. حالا من دارم میگم ما به جای این همه بزرگ داشته از کوروش، اون هم عیب نداره بکنیم، ولی بیایید یک مقایسه بکنید مگنکارتا رو با که اولین سند قانون انگلستان هست، سند قانون اساسی، با لوحه کوروش. شما میبینید که اون در 2500 سال پیش بسیار پیشرفته تر، بشر دوستانه تر، مردم پسندانه تر از مگنکارتا. حالا مگنکارتا یک بر کاغذه، یک توافقنامه است بین پادشاه انگلستان که خودش مالک بوده و مالکین زمین ها که آقا زیاد از اونا مالیات نگیره. این مگنکارتاست. ولی میاید لوحه کوروش ترجمه میکنید، انواع و اقسام ترجمه ازش شده. مثلا خود همین آقای سعدالاشرافی میاد ترجمه میذاره، تفسیری که ایشان میکنه میگه این گفته منم اول شخص استفاده کرده، در حالی که اگر این دیکتاتور نبود باید از سوم شخص استفاده میکنه. بابا این حرفا چیه؟ یا اینکه شما میایید میگید آقا گفته منم کوروش شاه شاهان شاه اکت کنم دارم. از این حرفا آقا محتواشه بخوانیم که میگه من وارد اینجا شدم به همه آزادی دادم، گفتم هر کسی بره دنبال دینش، به سربازانم گفتم مال کسی تجاوز نکنید. ایناشو بخونید، ترجمه بکنید، هر طوری که میخواید ترجمه بکنید، ترجمه توراتیش بکنید، ترجمه سربی بکنید، اینه با مگنکارتا مقایسه بکنید. این حرف منه. آقای شمنارا، من چندین بار تا حالا تو برنامه ها متوجه شدم شما هر جا که به یک به اصطلاح چیزی برخورد میکنیم شما میگید که اونو رها کنید و این منظورش این بوده. یعنی به نظر میرسه که ما درست مثل قرآن که احتیاج داریم به آخوندها برامون تفسیر کنن، توی نوشتهای ایرانی هم احتیاج داریم به دوستانی مثل شما و آقای هومر آبرامیان اینها برای ما تفسیر کنن. و وقتی که ما نتونیم فارسی خودمون رو بفهمیم و درک کنیم، ضمناً من نگفتم که کوروش اینجوری گفته. فیلمی رو که شما برای من فرستادید اون آقای حالا یا استاد دانشگاه هست یا هر کسی، اون گفت که کوروش گفته منم کوروش پادشاه جهان. من میگم آقا کوروش پادشاه جهان نبوده. مثل اینه که من بگم منم سوربی مثلا لری کینگ تلویزیون. خب نیستم من لری کینگ، لری کینگ جای دیگه از من کسی دیگه هستم. بله میتونست بگه منم کوروش شاه شاهان ایران، که اون آقای شاه به اشتباه گفت که شاهی وجود نداره. در هر صورت ممنونم از شما، بفرمایید. بله گوش میدم. اون ویدیو در مورد فلسفه بود که این استاد دانشگاه داره میگه که آقا ما اینطور نیست که آقا فلسفه از یونان شروع شده، ما هم فلسفه داشتیم و فلسفه ما شاید قدیمی تر از یونانی ها بوده و
خاطر آیین زرتشت. این مملکت حتی قبل از ورود آریایان، یعنی 4500 سال قبل از اینکه از آریایا وارد این سرزمین بشن، آیین زرتشت توی این سرزمین بوده و وقتی که آریایان وارد شدن آیین زرتشت قبول کردن. آیین زرتشت یک همش سه کلمه است، پندار و گفتار و کردار نیک، آقا تمام. این آیینشان بوده و وقتی که سالها میگذره، شاید چندین هزار سال میگذره که ساسانیان به علت اینکه روم شرقی تبدیل به مسیحیت میشه، دولتی میشه، اونم آیین مسیح تبدیل به دین میکنن، ایران هم در اواخر ساسانیان ناچار میشه آیین زرتشت تبدیل به دین زرتشت. نمیگن فلسفه. این یه بحث طولانی بود که من چندین سال پیش با دوست بسیار دانشمند و زرتشتی شناس خودم آقای دکتر قضایی که در سوئد هستن داشتم، که اون موقع من گفتم آقا این آیین زرتشت که ما باید بزرگ بداریم، نه اینکه دین زرتشت، چون دین زرتشت مایه انقراض سلسله ساسانیان و شکست از اعراب شده. این حد این آیین زرتشت بوده که در این مملکت بوده و بر اساس این آیین دین زرتشت تنها دین فلسفی دنیاست. اگر قبول بکنیم این گفته من نیست، گفته اسپینوزاست، گفته دکارت، گفته تمام اونها نیچه است که نوشته این چنین گفت زرتشت، میگن آقا این دین زرتشت نه اوستاش، البته اون آیین دین فلسفیه. این نشانگر اینه که فلسفه در ایران بوده و بعد از ایران به یونان رفته. حالا نمیخوام وارد یه بحث چیز بشم که منم در تخصصی نداشتم، فقط استنباط من اینه که این آیین در این سرزمین بوده از 5000 10000 الان کشف شده 12000 سال پیش. یک کندوکاوی در جنوب ترکیه شده که کاربون دیتینگ کردن و نشانه های از زرتشت اونجا پیدا کردن که متعلق به 12000 سال پیش. نمیخوام وارد یه همچی بحثی بشم، ولی آقای صدرالاشرفی میاد تو ویدیو میگه که آقا اصلا زرتشتی وجود نداشته، زمان سعدی زرتشت درست شده. این حرفایی است که زده شده. حالا کشم من میرم یه ساعتم وقت صرف میکنم اینا رو در میارم یکی یکی لینکاش برای شما میفرستم. آخه بابا جان این حرفش این بوده. بعد وقتی که میاد اون آقا داره سخنرانی میکنه میگه آقا ما کوروش داشتیم، کوروش شاه شاهان شاه جهان، و ما لوحه کوروش داشتیم که همه دست میزنن، او آخوندهایی که جلو نشستن همه اینطوری زمان بوق میشینن حرفی نمیزنن. آقا جان این داستان اون ویدیو و اون فلسفه و اینی که در ایران اینطوری بوده وضعش. بفرمایید. بسیار ممنونم. من عکس اون ویدیو رو الان نشون دادم و چون به دوستان قول دادم که بعد از برنامه خودم یه فیلم سینمایی ایرانی رو نشون میدم، تو اون فاصله این ویدیوی شما رو ضبط میکنم و بعدش نشون میدم. خیلی مدت کوتاهی هست، لینکش رو زیر فیسبوک میذارم. سخنرانی دکتر فامیلشون چیه؟ زینالی؟ نه دیبانی، نمیدونم همچین چیزی هست. از اینو از این آقایان زیاد هستن. من اون ویدیو کلیپ پیدا کردم، چسباندم به گفته آقای طباطبایی، آیت الله طباطبایی، و بعد اون فیلمی که در مورد مردم حمله میکنن که برن مقبره کوروش، پاسداری یه نفر به اصطلاح زمین میزنه، اینها رو سرهم کردم، کردمش یه ویدیو 8 دقیقه‌ای به عنوان کارت تبریک روز کوروش هفته آبان. اینه برای دوستان فرستادم، من جمله برای شما. ممنون. نمی‌دونم رگ قبای شما برخورد که ما چرا دوباره از کوروش صحبت کردیم. نه اینجوری صحبت کردن درست نیست. ببینید شما باید هم از خودتون راضی باشید، هم از من ممنون باشید که این کارتی که شما فرستادید باعث شده یه بحثی انجام بدیم که امروز آقای علی ترابی از کالیفرنیا، آقای خوشنودی از کالیفرنیا بیان. آقای خوشنودی الان نوشته که آقای سربی، آقای خامنه ای هم میگه من رهبر جهانم. بعد جالب اینجاست که بلافاصله آقای علی ترابی میگه برای که خودشیفته است،
من میگم کوروش بیچاره نگفته من شاه جهانم. این آقای دیبایی یا دینالی یا هر کی هست، اینا وقتی میان یه همچین چیزایی رو میگن، واقعا ممنونم از این دوستان. خب تو مغز آدم این میاد که آقا یعنی کوروش که اینقدر میگن آزادی داده، یه آدم خودشیفته یه دروغگوی بوده که وقتی پادشاه ایران بوده بیاد بگه من شاه جهان هستم. و آیا کوروش از یونان و از روم و از چین و از مکزیک و نمیدونم از کشورهایی که اون موقع وجود داشته 2500 سال پیش خبر نداشته، از حکومتهای اونها خبر نداشته؟ در اصل من این فیلم رو بعد از اون فیلم میذارم و تا جمعه هم نشون میدم. بازم اگر حرفی دارید میکروفون در اختیارتون. و ممنونم که شما گفتید اون لینک ها رو پیدا میکنید. اون کاری که شما قبلا انجام میدادید خیلی موثر بود. هر وقت که وقت داشته باشید به جای اینکه تیک تیک چیز کنید، یه ویدیوی 10 دقیقه، ربع ساعت، نیم ساعت، اینجوری منظم ما هم میتونیم برای دوستان هم روی فیسبوک، روی بالاترین، روی توییتر و هم در تلویزیون مردم هم نشون بدیم. دوستان اگه شما هم سوالی دارید از آقای چمنارا، آقای چمنارا همونجوری که وبسایتشون خیلی ساده بود چمنارا.net، همونجوری که اون وبسایت قانون.org، اینا هم ساده هست، چون اصلا آدم ساده ای هست. من پدر ایشون رو هم میشناختم، پدرشون هم یک آدم درویش منش و خیلی ساده بودن. فیسبوکشون هم خیلی ساده، اسمشون هم راحت، چمنارا، قشنگ معلومه. دو سه تا میبینید که هرمز برادر ایشون، یکی سهراب ایشون، باشون در تماس باشید. اگه مشکلی ایجاد شد با پیام، با تلفن، با ایمیل میتونید با من در تماس باشید. من نوشته های شما رو برای این دوستان میفرستم. بفرمایید آقای چمنارا، باز به صحبت های شما گوش میدم. عرض کنم تمام فکر و ذکر من فقط در مورد قانون اساسیه. ببینید ما در ایران یه مشکل اساسی داریم و اون قانون اساسیه. شما قبل از اینکه این چیز، من داشتم به سخنان جناب گنجی گوش میدادم در مورد شانشار یا مهر و افراد مختلف صحبت میکرد و یک نتیجه گیری نکرد، متوجه هستید؟ یعنی از اون صحبت ها نتیجه گیری نشد. ولی من در هر جایی که رفتم این سوال مطرح کردم که آقا رضا شاه کبیر کسی منکر خدماتش نیست، به الحق و الانصاف لقب کبیر شایسته رضا شاه کبیر. ولی من مدت ها در این فکر بودم آخه چطور شد وقتی که رضا شاه کبیر با این همه خدمات که کرد، وقتی که ایران ترک کرد مردم جشن گرفتن. آقا این دیگه تاریخ، این واقعیت. و بعد از اون پسرش محمد رضا شاه شاهنشار یا مهر، که آقا ما هر چیز خوشیه که توی زندگی 70 سالمون به یاد داریم مال دوران زمان شاهنشار یا مهره. آقا ایران آنیمپلویمنت صفر، نمیدونم رشد 8% هر سال، همه این چیزا خوب، عشق و تفریح و هر چیزی که مردم از کویت می آمدن، من تو بندر عباس کار می کردم، می آمدن تعطیلات آخر هفتهشون تو بندر عباس، از کویت می آمدن. حالا چه شد وقتی که شاهنشاه یا مهر ایران ترک کرد، مردم با رأی 98.2% رأی به انقراض سلسله پهلوی دادن. آقا تمام اینا برمی گرده به آخرین سخنرانی شاهنشاه یا مهر در 10 دقیقه که خودشان فرمودن که آقا من قول میدم قانون اساسی، 4 دفعه باید به قانون اساسی صحبت کنم، قول میدم قانون اساسی رعایت. و چند وقت پیش هم دوباره دوست بزرگوار ما آقای ناصر امینی این در مورد نامهای آقای قوام السلطنه به شاه در سال قبل از 10 سال 12 سال قبل از انقلاب بهش نمیشه که آقا این قانون اساسی که شما رعایت نمی کنید و این متممهایی گذاشتی رو به قانون اساسی به تایید خودت نه به تورید منزل مؤسسان باعث میشه که یک شرایطی در ایران بجاره. داستان ملاقات آقای دکتر صدیقی با شاهنشاه یا مهر هست، تمام اینها آدم واقعا عشق میاد تو چشماش وقتی که نگاه میکنه میبینه که چرا شاهنشاه یا مهر با این همه خدمات و عدم اجرای قانون اساسی. و
و بعدش ملت ایران آمدن قانون اساسی نوشتن و بردن خدمت آقای خمینی زیر درخت سیب، ایشان تایید کرد و همه خودش منیفست نوشت در 37 ماده پیشرفته تر از قانون اساسی. ولی یک دفعه در بهمن 57، یعنی اواخر بهمن 57 اواسط اسفند، که مجلس مؤسسان آقای بهشتی تبدیل کرد به مجلس خبرگان و یک دفعه اصلا 180 درجه پیچیده شد اون قانون اساسی که پیشنویس چه نوشته بودن شد قانون اساسی جمهوری اسلامی، یعنی شد این، شد این، این قانون اساسی ایرانه. که اصلا وقتی شما اینه بخوانید، من 100 بار اینه گفتم آقا برید اینه بخوانید، هرچند این از قانون اساسی مشروطه پیش رفته در آقا بایده اینه فقط خواستم خدمتتون عرض کنم. آقای دکتر نصر هم میگه، نصر احمدی، بله بعد ایشان هم میگه. حالا چمناره ببخشید، شما ویدیوی آقای آریانپور رو دیدید که در مصاحبه چند سال پیش میگه که اگر یه نفر توی دوره شاه میگفت که آقای شاه داری اشتباه میکنی و قانون اساسی رو رعایت نمیکنی به عنوان خائن شناخته میشد، اون رو هم دیدید که به اصطلاح آقای آریانپور میگه، اگه نه من براتون بفرستم. خیلی متشکرم. نگاه کنید، من حالا در تایید همین صحبتم گفت یه پیشنهاد کردم، گفتم آقا شما برید قانون اساسی جمهوری اسلامی، یعنی همین کتاب شریعت شما برداری، قانون اساسی مشروطه هم از اینترنت دانلود بکنید و بیایید جای هر چیزی که شما میبینید شاهنشاه یا همایونی یا هر چیزی مربوطه تبدیلش بکنید به آیت الله، یعنی این دوتا این کاره بکنید، بعد بیایید این دوتا قانون اساسی با هم مقایسه بکنید. کاری نیست، همش 20 صفحه است، 20 صفحه بخونید به این دوتا رو ما. شما بعد میبینید که آقا قانون اساسی جمهوری اسلامی پیشرفته تر از قانون اساسی مشروط است. آقای چمنارا به اندازه کافی برای من دشمن درست کردید، صبر کنید همینجا. آمریکا 3 تا جوان را افتادن توی خیابون با دوربین و آمدن جلد قرآن رو گذاشتن روی انجیل، بعد میرن این رو باز میکنن برای مردم قانون انجیل رو میخونن که اگر یک کسی این کار کرد باید سنگسارش کنیم فلان اینها. طرف تا میبینه این جلد قرآنه میگه بابا این مسلمونا عجب وحشی هن، بربرن. بعد طرف اون جلد رو برمیداره. حالا شما میگید که ما قانون اساسی مشروطه رو با این قانون این کار بکنیم. دوستان این شد هومورک شما، تکلیف تا این یه هومورک. حالا هومورک بعد اینه وقتی که امیهای زدن آقای شجاع الدین شفا یه کتابی نوشته به نام تولد دیگری حدود 25 سال پیش. بله بله. هیچ کتابی به اسلام جامع تر از این کتاب نیست. ایشان از تورات شروع کرده، آمده انجیل و قرآن، تمام این آیات برداشته و توضیح کرده. شما میگه که آقا هیچ فرقی بین قرآن با انجیل و تورات نیست، همش یکیه، چون همه از روی هم نوشته شده. یعنی این دستوراتی که شما هی میایید بر حالا امروزم این اینترنت یک سرچ انجین، یک کمک عجیبی به ما کرده. یعنی شما تا میخواید به همین زدرالاشرافی که میرید تو سرچ انجین میکنه برن همه داستان زندگیش اینجا هست. بله آقای چمنارا اجازه بدین داریم به آخر وقت میرسیم، چون یکی از دوستان از دو روز قبل سوال کرده و حالا هم شما در رابطه با قرآن و انجیل گفتید. ایشون نوشته که در مصاحبه با آقای چمنارا خواهش میکنم ازشون این سوال رو بپرسید یا این سوالا رو بپرسید. ایشان سوره های قرآن را به جای ورود در مکه و مدینه تقسیم و بنا بر تاریخ ترتیب دادند. آیا ایشان از تاریخ صحیح قرآن خبر دارند یا این اطلاعات ایشان مستند است؟ اگر مستند است به چی است؟ زندن کاری که من کردم هیچ دستکاری توی قرآن نکرد. بله. فقط تنها کاری که کردم و این در دوباره اگر به وبسایت من chamanara.net برید قرآن اونجا دانلود بکنید، یک مقدمه 10 صفحه روش هست و 40 صفحه هم دوباره قرآن مثل شاهنامه خلاصه کردم. حالا کاری که من کردم و این کار من به انگلیسی هم کردم، برای دانشگاه الازهر فرستادم، برای دانشگاه شیکاگو فرستادم، دانشگاه اسلامی شیکاگو فرستادم، برای آیت الله سیستانی فرستادم، برای خیلی از آیت الله هم فرستادم و هیچ کس حرفی نزده. چرا؟ چون قرآن اول اینطوری بوده
یعنی اینکه همین مصحف علی هم میشه اسمش رو گذاشته، که طبق تاریخ به اصطلاح مکتوب شده بوده، به طوری که اولین سورهش سوره اقرأ باسم ربک، یعنی هر وقتی از محمد میره تو کوه عرا بهش وحی میاد اقرأ، یعنی بخوان به نام پروردگارت، این اولین سورهشه. آخرین سورهش هم همون سوره فتح اسلام، فتح حالا این قرآن چرا اینطوری شد؟ به خاطر اینکه وقتی که ایران فتح کردن، سلمان رفت برای بزرگان ایران و همه بهش گفتن آقا تو این آیاتی که برای ما فرستادی همه اینطوری بودن، حالا چطوری اینطوری؟ بعد این نمیتونست کاری بکنه، برگشت به عمر وقتی گزارش داد و به حضرت عمر، حضرت عثمان مأمور کرد که بیاد این قرآن ببینیم چیکار باید بکنیم. به این نتیجه رسیدن که آقا قرآن باید قاطی پاتی بکنیم که هیچ کس هیچی ازش نفهمه. وقتی که شما هیچی ازش نفهمیدی، آقای قرائتی میاد 30 سال اینه تفسیر میکنه، آقای فلانی، آقای سرالعجام میاد چیز علمی ازش تفسیر میکنه، اینه که همه میشینیم اینجا صحبت میکنیم خب حالا که چی؟ ولی وقتی که شما این قرآن میخوانید، ببینید که اون قسمتی که در مکه نوشته شده که نصف قرآن هست، تقریبا میشه دو از انجیل هم انجیل تره. بسیار ممنون آقای چمنارا. همین دوستمون که این سوالو کرده کسی هست که یه برنامه هایی هم روز دوشنبه در تلویزیون مردم دارن به نام عقل بشر. ایشون گفتن که اگر امکان داره شما لطف کنید این برنامه ها هم ببینید، نظرتون رو هم بگید. پس میشه گفت که شما این تاریخ رو بر اساس به اصطلاح اون چیزایی که اسنادی که بود هست، اتفاقا شما اگر که اینه سرچ بکنید دوباره در ویکی‌پدیا و یا هر چیز دیگه سرچ بکنید، اصلا هست که سوره 2 سوره 87 سوره 1 سوره 6 در قرآن، و تا 10 سال بعد از رحلت حضرت محمد اصلا قرآن به این شکل خوانده میشد. وقتی قرآن به این شکل شما بخوانید، یک حالتی پیدا میکنه که آقا چطوری ممکنه که این اینطوری بشه، یه دفعه اینطوری بشه. به خاطر اینکه به اصطلاح آمدن نخود لوبیا جدا کرده، نگذار همش قاطی بکنیم که هیچ کس نفهمه که کجاش کجاست، و آخر بتونه تفسیر خودش بکنه، سعد الاشرفی هم تفسیر خودش بکنه، برای اون تفسیر علمی شه بکنه که بنده داره تفسیر. آقای چمنارا، باز دوستان تشکر میکنن، تشکر از سوربی که خیلی مطالب یاد گرفتیم به دلیل دعوتش از مهمانی مثل آقای چمنارا. دوستان عزیز، آقای چمنارا قبلا هم چندین برنامه مهمان ما بودن، چندین برنامه خودشون داشتن و اسمشون رو در یوتیوب که تایپ کنید ویدیوهاشون پیداست. ضمناً آقای مجید میگه خامنه‌ای هم مستقیما خودش نمیگه که من رهبر مسلمانان جهان هستم، طرفداران و اطرافیانش میگن، ولی خودش سکوت میکنه. حسن حسن یه آقای بود به نام نماینده مجلس در ایران در تهران بود، اون میگفت که آقای خمینی بگو که تو امام زمانی. این تا اون مرحله پیش رفته. بله از هر کن زیاد میزنن که بله آقای خمینی هم امام زمان بوده، البته اینا همش حرفه. بله حالا ما باید به دنبال تغییر قانون اساسی باشیم و تمام این درد سر من به قول معروف که بخوام بیام اینجا صحبت بکنم فقط یک نتیجه گیریه که تا زمانی که ما قانون اساسی در ایران عوض نکنیم راه به جایی نخواهیم برد. و برای تغییر قانون اساسی ما باید 4 رکن هویت ایرانی دوباره در ایران زنده بکنیم. اون چیزی که براتون بزن، این ارکان هویت ایرانی عبارتند از آیین زرتشت، ندین زرتشت یعنی همون سفرمانش، لوحه کوروش و مقایسش با مگنکارتا، شاهنامه فردوسی که دیگه آقای سوربی خودش متخصص شاهنامه است، و قرآن راستین، یعنی قرآن بریم بخوانیم به فارسی و به ترتیب تاریخی. اگرم حوصله ندارید همون 40 صفحه اولش بخونید، همه داستان قرآن دستان میاد. همه اینها هم روی وبسایت شما هست. ممنونم از شما. فقط یه خواهش ازتون میکنم، شما چون مثل معلم هستید، قدم در این راه گذاشتید، وقتتون رو و عمرتون رو تلف کردید، هیچ وقت از این برنامه ها به عنوان دردسر یاد نکنید. خوشحال باشید که
دوستان یاد میگیرن. خوشحال باشید که شما کاری میکنید که اینها چالش بشن و برن دنبالش. من از شما به نوبه خودم ممنون. منم از شما متشکرم برای این گفتگوی بسیار دوستانه، هرچند که قرار بود من اینجا به اصطلاح ذوق بکنید ولی نکردید. من اجازه بدید برای دوستان بگم، برای آقای چمنارا نوشته بودم منتظر صندلی داغ و سوالهای مشکل باشید. ممنون آقای چمنارا. خیلی متشکرم از شما. امید دیدار شما در برنامه آینده. مرسی. دوستان عزیز، با آقای مهندس سهراب چمنارا بودیم. اسم ایشون سهراب چمنارا رو در یوتیوب، در گوگل که تایپ کنید ویدیوهاشون میاد و میتونید هر سوالی دارید ازشون بپرسید. بازم از ایشون ممنونم، از شما هم ممنونم. دوست ما آقای علی ترابی که هم مسلمان بوده و حالا هم مسیحی شده میگه بله، من هم بارها گفتم که قرآن از روی تورات کپی شده. خب اگه اینو میگی دیگه چرا رفتی مسیحی شدی؟ رفتی از این بر. دوستان عزیز، اون ویدیوهایی که گفتم بهتون نشون میدم، ویدیو آقای چمنارا رو بعد از اون ویدیوی فیلمی که بهتون گفتم پا تو کفش من نکن، منظورم من نیستا، ما اصلا اینجا هستیم که شما بیان پا تو کفش ما بکنید، کفش ما رو ببرید، ما بریم یه کفش نو بگیریم. یکی از دلایلی که دوستان میرفتن مسجد میگم میخوام برم یه کفش نو بر راست. دوستان عزیز، از اینکه تلویزیون مردم رو میبینید ممنونم. اگر با دوستانتون شیر کنید بیشتر ممنون میشم. و بریم سراغ پیام دوستمون از آلمان درباره خانم فرح پهلوی و دفتری که در شمال ایران داشتن، که من اون پیام رو برای آقای احمدعلی مسعود انصاری فرستادم و به اصطلاح امیدوارم که ایشون در هفته آینده بهش پاسخ بده. مرسی از شما. من این پیام رو براتون پخش میکنم. اجازه بدید که اینجا در قسمت تودی یک پیامی هست، اینجا ایریا کد یا کد کشور آلمان 49 اگه اشتباه نکنم. بذارید ببینیم این دوستون همینه. خب جناب سوروی، به قول اسپانیا ارادتمندم. هر ساعت که بنده چند وقته که این ویدیو های شما رو نگاه میکنم توی تلویزیون و خیلی جالبه، خوبه. به هر حال یکی از بهترینه و ما هم یه چیزایی یاد میگیریم. انشالله که شما موفق باشید. من یه خواهشی ازشون دارم که از این آقای به طریقی که خودتون سلام میدونید، از این آقای مسعود انصاری لطف کنید بپرسید که این خانم فرح دیبا یه دفتری داشتن در شمال، در شمال کنار دریای خزر در شهر چالوس، و این دفتر هیچ موقع صحبتی از دفترهای ایشون این آقای انصاری نکرد. من هم علتشو نمیدونم، چون این خیلی مهمه و خیلی چیزا رو خلاصه رو میکنه که تا حالا درباره صحبت نشده. اگر شما لطف بفرمایید که یک روی برنامه تلویزیونتون یه شماره تلفن بذارید که یا ساعتی بگید که شما اونجا هستید که من بتونم به شما تلفن بزنم و با شما صحبت کنم، اسم و فامیل و بیوگرافی و نمیدونم همه اینا به شما بگم و این موضوع هم دو مرتبه با خود شما بیشتر باز بکنم و صحبت بکنم که ازشون بپرسید که ایشون اطلاعاتی بدن، چون این موضوع یه مقداری مهمه به خاطر اینکه تا حالا کسی از این موضوع صحبت نکرده. و بله خیلی ممنونم دوست عزیز. بهترین شماره تلفن همینه که شما زنگ زدید، 202-695-2573. و به نظر میاد اینجوری که شما تعریف میکنید که چیزی در این مورد گفته نشده، احتمالا میخواستن که یک دفتری باشه که حالا یا مخفی باشه. میپرسم، چشم، از آقای احمدعلی مسعود انصاری میپرسم و امیدوارم ایشون بدونن.
چون هر چیزی رو که دونستن توضیح دادن، هر چیزی رو هم ندونستن خیلی ساده گفتن نمیدونم. همین، شما لطف کنید زنگ بزنید به این شماره و سوالتون رو مطرح کردید، دیگه بحثی که نیست که من از اینجا به آلمان زنگ بزنم شما رو شب از خواب بیدار کنم، چون ما اینجا 7-8 ساعت مثل اینکه جوانتر از شما هستیم یا شماها جلوتر از ما هستید. در صورت دوستان، من لینک ویدیوی آقای چمنارا رو هم زیر فیسبوک میذارم، روی یوتیوب هم سعی میکنم بذارم، برای دوستانی هم که از مردم tv.com تماشا میکنن بعد از این فیلم سینمایی پا تو کفش من نکن، اون فیلم چند دقیقه این استاد دانشگاه براتون پخش میکنم. ازتون خواهش میکنم تعصب، عصبانیت، حساسیت رو کنار بذارید، معقولانه منطقی به مسائل نگاه کنید و مثل دو تا دوست مخالف ببینید. من با آقای چمنارا چقدر مخالف هستم، ولی ایشون هر وقت ما ازش خواهش کردیم اومده مهمونمون بوده. اولم که اومده یه کمی ادتود گرفته که آقا من اینو میگم تو اونو میگی، ولی بعدش با خنده خداحافظی کرده. بذارید اینجوری باشیم، یعنی وقتی شما روی فیسبوک یه چیزی مینویسی، فکر کن من نشستم توی مهمونی روبروت هستم. حالا نمیخوام بگم من هیکلم گندن مثل قولم فلانم از من میترسی، ولی بالاخره یه احترامی به همدیگه میذاریم. این چیه که وقتی همدیگر رو نمیبینیم ببخشید شلوار همدیگر رو میخوام در بیاریم؟ از علی عزیزم ممنونم، میگه شما راجع به کامیون و بار سیمان و اینها صحبت کردید، میگه من وقتی که با برادر سرباز بودم تهرون، یه بار به اتفاق برادر تو پدرت از تهرون با کامیونش رفتیم شیراز و خیلی به من خوش گذشت. ایشون گفته که خدا بیامرز پدرت رو. ممنونم از شما، خوشحالم که به اصطلاح خاطره خوبی داری. ما همه آدم ها با خاطراتشون زنده هستن. اون ماجرای ویدیو موشک رو که تا دیروز من موافق اون آقا بودم، بعد امروز که دوباره دیدمش مخالف شدم، برای شما جمعه نشون میدم. جمعه مهمان برنامه آقای منصور تایید از کالیفرنیا است. اگر سوالی دارید به وسیله ایمیل، به وسیله فیسبوک، به وسیله تکست، به وسیله پیام ارسال کنید. والا دیگه به غیر از اینا حالا دیگه نمیدونم، اینستاگرام و تلگرام و این و این، اون وقت میشه دو نفر اینجا دو نفر اونجا، بهتره که توی مجلس بزرگ با هم جمع باشیم. روز روزگار بر شما خوش. برنامه ها رو پی میگیریم با یک فیلم سینمایی ایرانی، بعدش ویدیوی آقای چمنارا، بعدش برنامه آقای حسن ارشاد و کانون آوا. روز روزگار بر شما خوش.